به نام خداوند جان و خرد. جواد شمقدری مهمان این برنامه ماست. مهمان این برنامه و دو برنامه دیگه ما. این مصاحبه با روال معمول مصاحبه های ما فرق داره. قصد داریم در کنار مصاحبه های روتین برنامه کافه آپارات بررسی کنیم جریان‌های فکری داخل سینما را. جواد شمقدری یکی از اعضای شاخص جریان فکری منتقد سیاست حمایت، هدایت و نظارت در سال 62 تا 71 بوده. با تغییر آقای خاتمی و عوض شدن آقای خاتمی به عنوان وزیر ارشاد و آمدن آقای میرسلیم، آقای جواد شمقدری مدتی در کنار مدیریت اون سالها بوده اما مسئولیتی نداشته. همون موقع هیئت هنرمندان مسلمان تشکیل شده و آقای شمقدری یکی از اعضای ثابت این هیئت بوده که در انتخابات 76 از ناطق نوری حمایت کردند. با پیروزی اصلاح طلبان با آمدن آقای خاتمی روی کار، جواد شمقدری و جریان فکری هیئت هنرمندان مسلمان منتقد سیاست‌های جدید دولت اصلاحات بودند تا 84. از 84 تا 92 آقای جواد شمقدری 4 سال به عنوان مشاور وزیر ارشاد فعالیت کرده و 4 سال دوم دولت آقای احمدی نژاد رئیس سازمان سینمایی یا معاون سازمان سینمایی بوده. با او در باره تمام این دوران‌ها صحبت کردیم. به عنوان یکی از آدم‌های شاخص یک جریان فکری که هنوز هست، یعنی هیئت هنرمندان مسلمان هنوز هست، هنوز بیانیه میده، هنوز نقد میکنه و هنوز در سینما پرس نظراتش رو ابراز میکنه. این گفتگو رو با هم میبینیم. خب آقای شمقدری عزیز، خیلی خوش آمدی به برنامه ما. خیلی خوش آمدی. این آغاز یک مصاحبه هاییست که سعی میکنه که نقبه بزنه به تاریخ سینمای ایران در پس از انقلاب، که شما یکی از اعضای ثابت و پایدار این سینما از زمانی که من یادم رفتی بالای سن سال 61 جایزه گرفتی، قبل از اونم بودی ولی من سال 61 تو جشنواره اول یادمه. چه فیلمی بود اونجا جایزه گرفتی؟ فیلم مستند بود. بله، فیلم مستند جنگ بود به اسم صدای پای نور. آها. بعضی جا هم یا زهرا، چون تو آره. یا زهرا بود ولی فیلم اکران صدای پای نور. من یادمه که در واقع تو اون جشنواره رفتی بالا، جوایز حرفه‌ای رو ندادن، جوایز سینمای آماتور رو اینا رو دادن، یعنی فیلمای کوتاه رو دادن که تو یکی از جایزه گیری جایزه. یا چرا جایزه حرفه‌ای رو تو جشنواره ندادن؟ اشتباه کردند. اون سال اتفاقا دازه که 10 تا فیلم خارجی اومده بود که بله بله. اکرانشون تو جشنواره فجر بود. بله بله بله. و متاسفانه آخرین لحظه مدیریت سینما که دست آقای کلهر افتاده بود، دست آقای انوار، اونا تصمیم گرفتن که به بخش حرفه‌ای، یعنی بخش حالا سینمای بلند، جایزه ندن. ترسیدن جایزه بدن؟ چی ترسیدن؟ نمیدونم. باید واقعا هیچی پشت پرده نمیدونی؟ نه، فقط میدونم که خطا بود. آه، یعنی تو احساس می‌کنی خطا بود؟ بله خطا بود. این اگه کلخور بود جایزه میداد؟ و چه بسا، بله، و چه بسا جشنواره فجر اون جایگاه بین المللیش دیگه تثبیت میشد. که شما میدونید اولین فیلمی که مثلا اصلا جشنواره کن، اولین فیلمی رو که اونجا رونمایی میشه میذاره، نمیاد فیلمای تکراری رو بذاره. خب اون موقع به تو جشنواره اول بیزایی بود، حاتمی بود، در واقع شاید به خاطر این فیلم ها بود. آره. یعنی این اگه اون موقع به بیزایی جایزی میدادن تو ناراحت نمیشدی؟ اون موقع هنوز دقیقا تند و تیز نبود ذهنیاتمون. خب؟ یعنی هنوز تصاویر چجوری بگم تو تحلیل هامون، چون خود رو میدونیم بالاخره جوانیم، تازه کاریم، خیلی حالا توی موزه هم طبیعی بود که خیلی موزه تندی نگیریم اگرم نقدی داشتیم، اما خب نقد که میکردیم. ولی به نظر من اشتباه بود. حالا اگرم چنین، چون اگه میخواستن جایزه بدن، اگه میخواستن بهترین بازیگر بدن، باید به سوسن تسلیمی مثلا مرگی از گل میدادن، فریما فرجامی برای خط قرمز میدادن.
خب طبیعتاً جو جریان مقابل فکر میکنم که واکنش نشون میداد در اون شرایط. حتی جریان مقابل ما نبودیم ما. نه شما که اصلا اون موقع جوان خیلی جوان بودیم. نه میخوام بگم حتی جریان مقابل خود آقای چیزی کلخور نبود جریان مقابل. آقای کلخور اون موقع برای اینکه جشنواره رو خودشون پیشنهاد داده بود و سازوکاراش ردیف کرده بود به عنوان مشاور در کنار حالا جریان مدیریتی قرار گرفت تا این جشنواره تموم بشه. ولی ایشون من خبر دارم که ایشون هم ناراحت بود که چرا به حساب این حداقل بخش فیلم‌های خارجی یعنی خارجی‌ها چرا جایزه ندادن. خب اگه می‌خواستن خارجی جایزه بدن باید به ایرانی‌ها هم جایزه می‌دادن. چون من یادم مراسم که تو رفتی بالا و گروه کیمیایی با تمام بازیگراش هم تو سالن بودن. گروه خط قرمز من یادمه تو سینما شهر فرنگ یعنی در واقع تو سینما آزادی همه بودن در واقع که درسته. من نشسته بودن که همه منتظر بودن که جایزه‌های سینمای حرفه‌ای داده بشه. من یک بار از آقای نجفی هم پرسیدم آقای نجفی هم توضیح کامل نداد. الان توضیح کاملی هم از جانب تو هم نمیاد. یعنی در واقع هیچ کس پشت اون پرده که چه اتفاقی افتاده ظاهرا گفته نشده هنوز. دقیقا تو مقطعی بود که مدیریت آقای کعبه رفته کنار. مدیریت اومده که به هر حال جزء تیم میراث موسوی بودن. به نظر میرسه که یک اون نگاه های تند و تیزی که حالا پشت پرده مثل تیم مخمل باف داشتن موثر بوده که اینا ملاحظه کاری کنن و به اون فیلم هایی که اسپوردی به هیچ وجه جایزه ندن. یعنی اون زمان مخمل باف که از مخالفان بیضایی بوده دیگه در واقع در اون شرایط. دقیقا یعنی ایشون از مخالف خیلی چیزا بود. حتی مخالف ماهای هم به نوعی بود. و اون به ایشون ارتباط های نزدیکی با خانم رهنورد و میرسه موسوی داشت که خیلی از خط و خطوط رو ایشون میداد. ولی خب آشکار نبود. توی مصاحبه آقای بهشتی که رفته تو دفتر آقای رفتن تو دفتر آقای موسوی صحبت کردن و در واقع آقای مخمل باف آقای زمن بودن که آقای موسوی هم بوده و آقای زمن بودن و آقای بهشتی هم بودن آقای مخمل باف خیلی توپیده به بهشتی و اینا بابت قضیه این که شما دارین حمایت میکنین و آقای موسوی میانه رو گرفته که در واقع سعی کنن که اختلافات برطرف کنن. ارتباط اینا با میرسین موسوی یه مقدار در اون تاریخ نباید باشه که. چرا؟ ببینید محسن با اونا یعنی با اثری خانم رهنورد و مهندس موسوی اینا با هم گردهای زیادی داشتن و با هم مرتبط بودن. خب از اون طرف تیم انوار و بهشتی اینا هم با موسوی مرتبط بودن. بله خب اون موقع موسوی چهره بله همین هم میانه رو گرفت چون آقای موسوی با هر دو ارتباط داشت. نمیگی میانه رو گرفته. بریم میانه رو گرفته برای که با هر دو تا طیف به هر حال ارتباط تنگ و تنگی داشتن و هر دو تا رو به نوعی شاید قبول داشتن و خب نهایتاً هم ما می‌بینیم که اینا یکی میشن. یعنی شما در واقع اون موقع آقای موسوی حرف اصلی می‌زد روزنامه جمهوری اسلامی. آقای موسوی نخست وزیر دولت چیز بود دیگه دولت بود دیگه نخست وزیر دهه 60 بود دیگه. ولی تندروی‌ها است که برمیگرده به امداد به اون زیرساخته فکری که به ماهیت جریان چپ تمایل داشت. چون مهندس موسوی خب این تیپی بود دیگه. حتی اقتصاد و دولتی کرد در دوره 8 سال نخست وزیری خودش. در مقابل مثلا حضرت آقای که موقع رئیس جمهور بودن دیدگاه متفاوتی داشت اما چون رئیس جمهور اون موقع تو حوزه اجرا نقشی نداشت فقط میتونست نظر بده. خب ما نظراتشون رو داریم که خیلی موافق حرکتایی که آقای موسوی انجام میداد نبود. بهار جریان چپ جریانی بود که اقتصاد دولتی می‌خواست و جنگ هم بود. بهار کوپن هم محصول جنگ دوران جنگ بود. در حوزه هنر و سینما هم یه سختگیری‌های شدیدی داشتن که حالا شامل همین قضایی هم که گفتیم. خب پس ما پشت این جایزه ها رو نمیدونیم که چرا نشد ولی تو جایزه گرفتی از اون. برمیگردیم به قبل از سال 61 از تو چه تاریخی متولد شدی شمق داری؟ 38 38 دی ماه دیگه درسته؟ بله. در مشهد دیگه. خب الان که مشهدی همه جا رو گرفتن شمق داری شمق خراسونی ها خراسونی آره دیگه. یعنی من هر چی مدیر می‌بینم من یا خراسانیه که الان همه قبلا اسپانیا گرفته بودن اما خود شما نیستی شما نه منم هستم ولی من مدیر نیستم ولی همه خراسانیا گرفتن همه چرا در واقع هر جا نگاه می‌کنیم یه خراسانی هستش. قبل از انقلاب سه نفر شخصیت موثر بودن هر سه خراسانیان. مرحوم کافی بله بله توی حوزه عوام و مذهبی ها شریعتی تو حوزه انتلکتوال‌ها و روشنفکرای دانشگاهی و به هر حال نسل جوان و شهید مطهری یعنی هر سه باز خراسانیه. بله همش این خراسان خیلی جالبه.
خب مدرسه هم که توی مشهد رفتی دیگه، درسته؟ من تا آخر دبیرستان که دبیرستان الان میرزا کوچک‌خان شده، اون موقع دانش بود، در مشهد بودم. دانشگاه که قبول شدم دیگه اومدم تهران دانشگاه علم و صنعت. خب مدرسه در واقع مدرسه کجا میرفت؟ دوران در راهنمایی مدرسه عنصری بود که نزدیک چهار کلانتری اون موقع میگفتن. عنصری چهار کلانتری یادم نمیاد، ولی مهم نیست. در واقع خیابون تهران دیگه، خیابون تهران. خیابون تهران، بله بله، خیابون تهران اون موقع. الان کوچه عنصری هست دیگه. پدرت اون موقع موافق میرفتی سینما اون موقع بچه بودی؟ اصلا. اصلا پدر چه کاره بود؟ پدر من خب یک کاسب معمولی بود، اما به شدت روشنفکر مذهبی بود و با جریانات انقلابی تو مشهد کاملا مرتبط بود. یه جریان انقلابی، یعنی پدر شریعتی دیگه، منظورت اون نان دیگه. بله دیگه، با همینا مرتبط بودن. مرتبط بودن، حضور داشتن. کاسبش چه کسبی میکرد پدرت؟ یعنی کاسبی چه؟ ما پدر بزرگمون اسمش علی اصغر الاف بود، یعنی چوب فروش. بعد تمام بچه‌هاش که پدر منم جزش اینا چوب فروش بودن. دیگه بعضی‌ها به دلیلی که به هر حال چوب فروشی دیگه رونق نداشت تغییر شغل دادن، ولی تا مثلا سال 50-52 هم چوب فروش بودن. چوب فروشی شما کجا بود؟ چوب فروشی پدر؟ اول خیابون زد. اول خیابون زد. خونتون هم بعدا منتقل میشه به اینجا؟ خونم همونجا بود. تو اولین بچه خانواده هستی؟ اولی فوت کرد، من دومی بودم. تو پسر بزرگ خانواده هستی دیگه. تو مدرسه خود دزدکی سینما نمیرفتی؟ نه اصلا. من فقط سال آخر دبیرستان که حالا بعدها فهمیدیم تحت تاثیر اون فضای باز سیاسی است که به هر حال دکتر یان کارتر بود که به شاه تحمیل کرده بود و شاه هم اجرا کرد، یعنی 56 دیگه منظور. بله. یه سری فیلمای به اسم فیلمای انقلابی اومد پخش شد تو سینما. کارتر بخوام اینم نسل جوان خوبه بدونه که حتی این فیلم‌ها اون زمان به هر حال رژیم شاه اجازه نمیداد نمایش داده بشه. عمدتاً فیلمای چارلی چاپلین بود که من یادم اولین فیلمی که من رفتم دیدم جویندگان طلا بود که به حساب ممنوع بود این فیلم. وقتی که اون فضا باز شد، جویندگان طلا در مشهد اکران شد، من اولین فیلمی که رفتم دیدم اون بود. خیلی فیلم خوبیه، ولی خیلی سیاسی نیست نمایش این فیلم. دارم عرض میکنم، ولی در این حال ممنوع بود زمان شاه. چون نه ممنوع نبود. چرا؟ پخش کنندش. به این پخش فیلم‌های چاپلین از یه دوره شروع شد. به این سیاسی نبین این قضیه. پخش فیلم‌های چاپلین از یه دوره شروع شد. که اون دوره افتاد به دهه 50 که ما فیلم‌های چاپلین رو با صدا و ناطق دیدیم. قبلش همه این فیلم‌ها نمایش داده شده بود در ایران. نه آقای، اینکه من میگم دقیقه، یعنی ساله، حالا ساله یا 55 یا 56 57 57 که نیست، یا 55 یا 56، من این رو مطمئن نیستم که اون فضای من داره به اصطلاح خواستن جست آزادی بگیرن. یه سری فیلم‌ها مجوز نمایش پیدا کرد، از جمله فیلم‌های چاپلین، چارلی چاپلین. علت شده بود که به هر حال چارلی چاپلین هم عقبه چپگرایانه داشت تو تفکراتش، کمی که از آمریکا مخراج شد. هم فیلماش بالاخره داستان مهمی جویندگان طلا توش به نوعی داستان جریان مثلا دعوای مثلا اشراف است با آدم های عادی دیگه، یعنی خود چاپلین در نقش آدم عادی دیگه که با یه جریان اشرافیت مثلا با هم. حالا داستان من الان بحثش، ولی همین رو تحمل نمی‌کردن دیگه. حالا اصل جدیدش که دیگه خب خیلی آشکار بود که خودش، خب همین اصل جدید که آشکار بود که من در برای اولین بار اصل جدید در سینما آریای مشهد دیدم. فکر می‌کنم سال 55 بود که فیلم چاپلین گرفته بود. 55 بوده پس. ولی همین اصل جدید سال 35 در سینمای مونانوژ اکران شده. ممکنه، بله. دوبله به فارسی مجید محسنی به جای صحبت که تندترین و چپترین فیلم چاپلینه. خب رژیم آره. شاه از قیام، میدونی خود شاه تا سال 40 ارتباطش با روحانیت خیلی ارتباط تنگ و تنگ بود و اینو نیاز میدونست، جسارت برخورد با اینا رو نداشت. بعد از فوت آیت الله بروجردی از که شاه در واقع حالا بهش گفته میشه، یا اون جریاناتی که حالا با فرح توی دربار میان که اینا در واقع به نوعی یک گارد جدی میگیرن و کلا دنبال یک به صاحب حکومت کاملا ضد دینی میرن جلو که شبیه حکومت‌های غربی باشه و همونجا هم هستش که منصور میشه نخست وزیر. اصلا اساسا اینکه منصور ترور کردن جریان مؤتلفه علتی بود که این به صاحب سمبل حرکت جدیدی بود که شاه شروع کرده بود که کاملا یک نوع غربگرایی، یک نوع ضد دینی و اون انقلاب سفید و شاه و ملت که راه افتاد و اون شش اصلی که تو انقلاب سفید و شاه و ملت بود، اون آزادی که حالا
به هر حال به زنها میداد، همین چیزایی تو که دیگه شروع کرد تضاد شاه با جریان مذهبی و روحانیت که دیگه رهبریش هم با دوش امام افتاد عملا. و از اونجاست که شاه دیگه اون ساواک هم از اینجاست که به صورت رژیم چی میگن ساواک البته راه میفته، اما رفتاری خشونت آمیزش از اینجا شروع میکنه که اوجش هم اول اواخر دهه 40 هست و اوایل دهه 50. خب اول میگم در یک این دوره دیگه اوج دیکتاتوری شاه، یعنی شاه اگر با همون منش مثلا سال 22 مثلا تو همین 40 اون 20 سال اول حکومت میکرد چه بسا اتفاقات رخ نمیداد، اما چون روشش رو عوض کرد، یک حساب کنن یک نوع رفتارهای خاصی کرد، آشکار بود. بالاخره شما جشن هنر شیراز جسارتی میخواست و حالا بعضی میگن گردن فرح میندازن یا قطبی میندازن پسر خالش، ولی بالاخره اتفاقات افتاد، اون حادثه وحشتناک مثلا تو جشن هنر شیراز افتاد، این میخواستن حرمت شکنی کنن ولی نمیدونستن. وقتی میگه حادثه وحشتناک منظور خوک و چه آتش دیگه در سال 56. بله خوک و خوک و چه آتش، خوک و بچه آتش بله. که اون وقت مثلا این باعث شد که یعنی اینا در واقع شادم داشتن تست میزدن که مثلا ببینن بدنه مذهبی. حالا داستان سیاست که ما اینجا راجع به سیاست صحبت نمی کنیم، تو مذهبی هنر و تئاتر داریم. آره آره آره، ولی نکته اینجاست که تو اولین فیلمی که دیدی در واقع فیلم جویندگان طلا است. در کدوم سینما دیدی؟ سینمای تو خیابون جم، نمیدونم چی. آریا دیدی؟ آریا هستن. اصلا مثل که سینما آریا اصلا مسئول این کار شده بود، چون فیلم بعدی هم که باز دیدم دیوانه از قفس پرید، اینا باز هم سینما آریا بود. یعنی بیشتر این فیلم‌ها رو مثل که سینما آریا پخش می‌کرد. نه دیگه، همه سینما پخش می‌کردن، هم دیامون پخش می‌کرد، هم شهر فرنگ پخش می‌کرد. در واقع اون موقع، ولی خب چاپلین‌ها رو من تو آریا دیدم. منم تو آریا دیدم. من چاپلین عصر جدیدم من تو آریا دیدم. چیدم جندگان طلا دیدم. البته خب داستان فیلم‌های پخش چاپلین از یک زمانی شروع شد که خود به دهه 50 و ما دوباره همه آثار چاپلین رو در سینماهای تهران دیدیم دوبله. دیگه صدای فارسی داشت، صدا داشت و نریشن میگفت و در واقع میان نویس ها در واقع تمامش ترجمه شده بود که الان مجدداً همینا دوبله شده. خب تحت تاثیر قرار گرفت کاملا چون... یعنی من چون میگم تا قبلش ما خونهمون تلویزیون هم نداشتیم، حتی خونه اصلا خاله ها میرفتیم گاهی میدیدیم، اما چون تو مشهد هم میدونی که تلویزیون فکر کنم سال 53 اومد. 50 اومد. نخیر 53 اومد. 50 من وقتی به تو میگم بدون درست میگم. ببین شهریور 50 به همزمان با جشن‌های شاهنشاهی تلویزیون افتتاح مشهد. من اولین بار یادمه که تلویزیون ناسیونال پدر من خریده بود، گذاشت خونه، من دیدم که در آقای فریدون فرهندوز در واقع از تهران مسئول شده بود، با مریم خموش اومده بودن مشهد و مسئول اداره تلویزیون مشهد شده بود. حالا ممکنه دیگه شما به هر حال یعنی سال 50 به بعد بود. یعنی 50 درست 50 بود. 50 به بعد. چون من سال 50 یه سفری بره داشتیم رفتیم گنبد کاووس. اونجا آنتنا رو می‌دیدم. برام سوال بود اینا چیه؟ بعد بهم گفتن تلویزیون، نمی‌فهمیدم. حتی توضیح دادم بازم نمی‌فهمیدم. تا اینکه خونه یه دوستی رفته اونجا یک نهاری دعوت بودیم. مثلا مبلمانی بود که درش هم باز نمی‌کرد، یعنی بیراحتی در رو باز نمی‌کرد ببینید، حتی گفتیم باز کن ببینیم، باز نکرد. فهمیدیم که یه چیزی توی این میز که نشون میدن حالا چه شکلی، بازم ما اونجا ندیدیم. تا اینکه مثلا حالا 6 ماه بعد، یک سال بعد، حالا شما میگی 50 حتما مثلا 6 ماه بعد تو مشهد دیگه دیدیم تلویزیون اومده بود که حالا خب اگه تلویزیون نشی رادیو داشتیم. تا یه مقطعی ما رادیو هم نداشتیم، ممنوع بود. اما از زمانی که چند تا اسکای رادیویی راه افتاده بود علی رژیم شاه صحبت میکرد، پدرم رفت رادیو خرید، اونم برای اینکه فقط این رادیوها رو ما گوش بدیم. و شما رادیو ایران رو گوش نمیدید؟ نه، البته بعدا کم کم فضا بازتر شد، چون من خودم فضا بازتر شد، این تو خونتون فضا بازتر شد، برای اینکه حالا از رادیو بیشتر استفاده کنیم، ولی مدیریت شده بود. تا اینکه من خودم رفتم یک یعنی یه پسرعمه داشتم که ایشون جزو مجاهدین خلق بود اون زمان، بس شهیدم شد هم قبل از انقلاب تو درگیری سال 55 شهید شد. ایشون خب رشته مهندسی میخوند، به من یاد داد چجوری رادیو درست کنم. من خب یه رادیو درست کردم، پدرم دید من رادیو درست کردم دیگه اجازه خود داد. خود رادیو درست کردی؟ چه خوب. بذاری به این مشهدی هم یه وقتی رادیو درست کردی موسیقی گوش دادی؟ آره گوش میکردم. حالا به هر حال اون موقع بچه کوچیک بودیم، بالاخره آهنگای مختلف
میخوندن، بعد را ما حفظ میکردیم هم دوره. چی را مثلا تو بچه کوچیکی چه ترانه‌ای حفظ کرده بودی؟ الان که یادم نیست، ولی یادمه که آهنگار یک مقطعی خیلی اوج گرفته بود ما هم میخوندیم دیگه. مثلا چه ترانه یادت میاد؟ حالا میخوای اسم خواننده هاشو بگم؟ واقعا یادم نیست. دلکش یادت؟ دلکش کیست؟ نه نه اونایی که قدیمی بودن، این جدیدترا بودن. ها جدیدتر، تو خوب میخوری به سنای بالاتر. یعنی چیز بودی، از اون طرف خب من قاری قرآن هم بودم، یعنی پدرم میدونست که یعنی تو این فضا بودم من. من یادمه که یعنی هم قرآن میخوندی هم ترانه گوش میدادی؟ خیلی کم دیگه، اون درد تفننی بود، یعنی واقعا اینجوری دوبارش نمیرفتم. سال الان یه کتابی پخش شده تحت عنوان از سخنرانی آقا دست، یه سالی فکر کنم سال 53 توی مشهد تو ماه رمضان مسجد امام حسن مجتبی، تر اندیشه کلی چی اسلامی، حالا عنوانش دقیق یادم رفت. اون جلسات که ماه رمضان بود، من با اینکه شرایط روزه مشکل داشتم از مدرسه میرفتم ظهر اونجا که اون سخنرانی باشم پاش. و یعنی ببین یادت سخنرانی شریعتی میرفتی اونقدر تو دانشگاه بود، رفته بودی اصلا تو دانشگاه؟ نه به من نرسید. به تو نرسید؟ به ما نرسید، ولی چیزی که برای ما پیش اومد سخنرانی شریعتی رو با ضبط صوت ریلی بزرگ میوردن پخش میکردن. کجا؟ توی خونه ها. خب جای خاص محرمانه، و ماها میرفتیم که حالا پدرم میرفت منم با پدرم میرفتیم میشستیم. حالا بیشتر طیف بچه جوان و دانشگاهی بودن، اونم مخفیانه چون بودن ساواک بفهمه میاد پدرتون رو در میاره، و ما میشستیم و سخنرانی رو از توی نوار ریل گوش میکردیم. آه پس شریعتی رو از طریق این سخنرانی ها شناختید؟ یکی این یکی هم که خب پسرموش همسایه ما بود، و من یه بارم اونجا شریعتی رو از نزدیک دیدم که نشسته بود داشت چیزی می‌بینی بهش تو خونه اینا و تون تو تون سیگار می‌کشی. بله سیگار می‌کشی. بله اینا بر برمیگرده به سال 51 و 52 دیگه فکر می‌کنم دیگه. احتمالاً چون آره چون 52 دستگیر میشه آره تا 54 فکر می‌کنم. ولی پدرم خب با پدرش آشنا بودن. مثلا من خودم 40 شریعتی که دیگه سال 56 و بله خیلی فضای خفقان بود، مراسمی که در خونه پدرش گرفتم با اینکه ساواک کاملا 3 حلقه و پلیس 1 حلقه راه رو بسته بود که افراد نرن یا جرئت نکنن، من با یک کار نمایشی رفتم. حالا بعدا دیدم خیلی دیگه اومدن در دم حیاتی که خونه پدرش بود پر شده بود. من یه دفتر تیک نون خریدم و رفتم سمت اونجا. منو گرفته بودم من بخوام نون ببرم خونمون، در که خونمون اونجا نبود. طرف قبول کرد که ما رد شیم از این حلقه ها. دیگه از این حلقه ها که رد شدیم دیگه رفتیم داخل خونه شریعتی پدرش، دیگه دیدم سالن چیز حیات همه همین محبته خود ماست، بیشتر نبود، پر بود دیگه. دیگه من رفتم نشستم دیگه. بعد اونجا آقای بازرگان رو دیدم، شهید مطهری رو دیدم. بازرگان اومده بود مشهد سخنرانی؟ بله مشهد سخنرانی کرد تو مراسم. سخنرانیش یادته؟ سخنرانیش بازرگان دقیق یادم نیست، ولی یادمه که خب سخنرانی جالبی بود. شاید هم مثلا با این تیتر شروع کرد که هم گریه کردیم که ما اینجا دوباره جمع شدیم حرفای تو رو بشنویم مثلا دکتر، و حالا نیستی چه کنیم، همچی تعبیر احساسی ایجاد کرد. کجا بود این مراسم؟ گفتم تو خونه پدر شریعتی. کجا بود خونش؟ همین به حساب چاروی عنصری بهش میگن، میاد سمت، یعنی در واقع شما به سمت حرم که بیستی. بله بله یه چاروی عنصری هست سمت چپ، وارد این چاره که بشی انتهاش سراهه، سر اون سرا خونه پدر شریعتی بود. الان اونجا یه تیمچه شده و بازارچه لوازم پلاستیک فروشی اونجا چیزا شده. خب توی تو تحصیلات سیاسی رو از پدرت گرفتی دیگه، از خونه گرفتی درسته؟ و اون دوستی که مجاهد بود و گفتی شهید شده اونم باز به خاطر پدرم بود. یعنی من از موقعی که یادم میاد عکس امام تو خونه ما بود. این از زمانی که به دنیا اومدی عکس امام؟ از موقعی که یادمه عکس امام تو خونه ما بود، که حتی میگفتم آج آقا ور دارید به پدرم، پدرم بر نمیداشت. کی میگفت ور دارید آج آقا؟ دوست و فامیل و اینا، چون گفتن خب چیز دیگه امام مثلا اصلا خط قرمز ممنوعه بعد 42 دیگه. بله و اونجا افراد انقلابی میمدن خونه ما. حالا من حالا بعدها فهمیدم شاید بعضی ها بره پناه میومدن، از جمله پسرم من که گفتم ایشون که مجاهد بود. حتی بعد ایمان اونجا میدونستم ایشون عضو مجاهدین خلقه و میومد و ایشون خب با من خیلی مجاهدین خلقه دیگه میشه سال 46 47 46 دیگه تقریبا دیگه اگه مجاهد بوده دیگه.
ببین ایشون سال 53 زندگیش مخفی شروع کرد. آره دیگه احتمالاً مجاهدین از تای دهه 40 تبدیل میشن به تشکیلات. 49 شروع میشن. از 49 شروع میشن. حالا ایشون زمان که مثلا من یادم اولین کاری که با من کرد کتاب مایسیای کوچولو رو متدان من خریده بود و آورد به هم داد و به هم مثلا توضیح داد که داستان چیه. یه تحلیل کرد. تحلیل کرد که باید ما مثل مایسیای کوچولو باشیم. نباید مثلا به محیط خودمون، به زندگی خودمون دلخوش باشیم، بلکه باید بالاخره بریم به دنیاهای جدید، شرایط جدید، مقابله کنیم، از خطرات نترسیم. کتاب تأثیر گذاشت خیلی. خیلی تأثیر گذاشت. ایشون دو سه تا کتاب دیگه به من داد از کتاب صمد بهرنگی که داشتم دیگه، تا الان نمیدونم کجاست. تو رو جذب نکرد برای مجاهدین، برای تو مجاهدین؟ خب هنوز تو سن نبودم. ها سن ندارم. هنوز تو سن نبودم. اما خب مثلا سال 56-57 مثلا با قضیه چریکای فردای یا مجاهدین خلق در حد همون هوادار با واسطه مرتبط بودیم. حتی من یه بار مثلا بیانیه چریکای فردای رو پخش کردم. چه جالب. خوب مثلا خیلی متوجه هم نبودم، آقا اینا مثلا چپ هم، اینا خدا رو قبول ندارم. مثلا این بحثا برام اون موقع اولویت نداشت. مبارزه مهم بود. بله مبارزه دست کرد. سال فکر کنم 50 بود احتمالاً، یکی از این سالا، حالا فکر کنم 50 بود. درسته دیگه، چریکا از 50 به بعد دیگه. بله ایشون زندان مشهد بود، ما رفتیم ملاقات. اینا اعتصاب قضا کردن زندان. این همین که مجاهد بود دوستی؟ پسرم من. بله. پسرم من. اینا اعتصاب قضا کرده بودن که ما عید نوروز میخواییم دیدار حضوری داشته باشیم. و 5-6 روز اعتصابشون طول کشید. من یادم میرفتیم دم زندان وکیل آباد مشهد، که اون موقع بیابون بود. ولی زندان خوب بود. تیپ های مختلف خانواده ها و از اقشار مختلف و بیشترم حالا غیر مذهبی بودن. برای منم سوال بود، مثلا ما داریم با شاه مبارزه میکنیم، اینا هم دارن با شاه مبارزه میکنن، ولی ما مثلا تیپمون مذهبیه، اینا مثلا تقریبا غیر مذهبی هن. چون زنه مثلا حالا مینجوب نبود ولی بلکه بیجاب بود مثلا. تیپ های مختلف بودن. برام سوال بود که داستان چیه. بعدا برام کشف شد که خب دو تا تفکر دیگه. بلکه اینا من یادم 10 روز اینا اعتصابشون طول کشید، ناتن مسئول زندان تسلیم شدن و اجازه دادن که دیدار به قول امروزی ها فیس تو فیس رو در رو شکل بگیره. و اون روزی بود که اتفاقا ما اونجا بودیم. گفتن اینا که حالا هستیم بیاین تو. دیگه رفتیم تو و رفتیم ملاقات اینها. خب دیگه منم چون بچه بودم، من رو رفتم دقیقا سمت زندانی ها. یعنی نرده بود تو یه سالونی بود، وسطش نرده بود، همه پشت نرده بودن. من چون کوچیک بودم اجازه داد، حالا کوچیکی میگم مثلا همون سوم راهنمایی بودم دیگه. بله بله. اجازه داد مثلا من بیام این طرف، که وقتی که این پسر عمم اومد خب منو بغل کرد، یعنی به این شکل. و اسم پسر عمم چی بود؟ رضای قاسم زاده. پسر عمم مزارش تو بهشت زهرا هستش. بعد اونجا من اینا رو که نگاه میکردم هر کدوم یه قهرمان میدیدم. این تو نگاه من چریک چه مجاهدی، این همه چریک بودن دیگه به نوعی. همشون برای من قهرمان بودن، در تصور همه قهرمان بودن. و حالا چه مذهبیاش چه بله. مارکسیستاش. و مدت‌ها تحت تاثیر اون فضا بودم، یعنی شاید مدت‌های طولانی. این اگه زمان اضافه کنیم که جذب اونا می‌شدیم. قطعاً قطعاً. من اولین حالا توی زبان اول دبیرستان بود یه قصه نوشتیم و حتی دکوپاش کردم اون زمان تحت عنوان سیاسیا. چه جالب. سیاسیا که حالا ولی یه جور می‌نوشتیم که سیاسیا خونده می‌شد، سیاسی ها خونده نشه. آه. اما در واقع منظور من سیاسی ها بود. آه. ولی سیاسی ها نوشته بودم، معلم اونم نفهمیدی سیاسی ها. انشا نوشته بودی؟ بله انشا بود یا داستان؟ اون سال، سال اول دبیرستان ما رشته جامع بودیم که بعدا حذف شد. بچه همه چیز بود یاد میگرفتن از جمله کار هنری. خب بعد اونجا به ما گفتن کیا حاضرن قصه بنویسن، مثلا گفتن شما قصه بنویسید، مثلا گفت یه کار دیگه. بعد ما قصه که نوشتیم من دکوپاژم کردم. حالا دکوپاژم تحت تاثیر کتاب چیز بود، کتاب تنتن و میلو بود که سال قبلش تو راهنمایی من به عنوان بهترین دانش آموز مدرسه به حساب هویدا اون سال به بچه‌هایی که خیلی نخبه بودن یک کتاب هدیه داد. حالا زمانی که واقعا ما کتاب اصلا نمی‌دیدیم، مثلا دور و برمون کتاب نبود. حالا یک کتاب بزرگ رنگی که قصه های تنتن و میلو هم تمام حالت دکوپاژ داره دیگه. بعد دیگه نقاشی های نقاشی قشنگ اینا او خیلی رو من تاثیر داشت، یعنی چه بسا تاثیر نقاشی ها دکوپاژ فهمیدی، یعنی پلان درست فهمیدی، معنیش نمیدونسته ولی میدونم که داره قصه تعریف میکنه. آره فهمیدی که این اندازه نقاشی، این نقاشی، این نقاشی چه من
و قصت رو تدکوپاش کردی و اینجا آره حتی با خب نقاشی چه جایزه گرفتی اون سال به عنوان دانشجوی دانش آموز من خب نه جایزه هم کتاب تنتن میدو نه نه به چه دلیل به دلیل هوشه که مثلا شما تو مدرسه مثلا تو کلاستون رتبه چی رتبه چی میگن اون کلاس مثلا سوم راهنمایی که بودیم تو همه بچه‌ها مثلا من شاگرد اول شدم تئاتر اصلا علاقه داشتی تئاتر کار کنی ما سال اول دبیرستان با یکی از معلمام داوود کیانیان بود جالبه خیلی خوب بعد داوود خب برای ما یک معلم متفاوتی بود چون هم روز اول که من سر کلاس صحبت کرد من فهمیدم یه آدم فرق میکنه و یه آدم انقلابیه رفتم پیشش دیدم آره این آدم دنبال زندگی داوودم رو... چپ بود بله بله اون موقع نمیدونستیم دیگه حالا توضیح میدم بعد ایشون بالاخره من خیلی شیفته ایشون شدم ایشون بعد این سری بچه‌ها رو جذب خودش کرد که یکیش هم تو بودی آره بله و برد تو تئاتراش اولین تئاتری که من از ایشون دیدم دو در دو بود آها بروشورش کجا... من دارم شاید خودش کجا دیدی یک محلی بود خیابون احمدآباد جدیدن من رد شدیدم هست هنوز درست جالب بود دیدم هنوز هم هست چیز اداره برنامه‌های تئاتر مشهد بود دقیقاً که اونجا اجرا کرد هنوز هم هست بله هست درست که این دو در دو در واقع باز سمبولی از زندگی به قول معروف غیر عدالت طلبانه است که تو دنیا جاریه و حالا مساقش تو سر کلاس داشت اجرا میکرد که معلمی که مثلا به یه بچه به خیلی باها میده و یه سری بچه های زرنگ رو مثلا سرکوف میکنه جریمه میکنه و اینجوری که قصه اینجوری بود میگم بروشورش من دارم هنوز چه خوب شاید خود آقای کیانیان نداشته باشه به هر حال اونجا من خیلی دیگه شیفته بود ما تماشاچی رفتیم اونجا اون موقع بله ولی اونجا به صورت حالت کلاس داشت بعضی تماشاچی ها جزو چیزم بودن جزو نمایش هم بوده اما کاری نمیکردم مثلا ما جزو بچه کلاس بودیم آها جز نمایش میکردیم ایشون یه مدت کیا بازی میکردن یادم نیست ایشون تحت تاثیر تئاتر کیه این که به حساب میگه که باید فضا رو بشکنیم برشت میگی بله تحت تاثیر برشت بود دقیقاً مساق بازش این تئاترش بود بعد بره تئاتر بعدیش دیگه از بچه‌ها جذب کرد به اسم چگونه 20 ماهی رو بین 20 نفر تقسیم میکنم خب اونجا من دت که وارد کار شدم اونجا فهمیدم که ایشون مارکسیسته چون دیگه میدونستم مارکسیست چیه مذهبی چیه دیگه فهمیده بودم سال اول دبیرستان بود دیگه من نرفتم اما رفتم تئاترش رو دیدم یعنی تئاترش رضا کیانیان بازی میکرد کیا بازی میکرد یادم نیست رضا کیانیان نیدی اونجا یادم نیست اون یادت نیست فقط داوود یادمه ولی تئاترش خب باز رو من خیلی اثر بود. بازم تو احمدآباد نمایش نه دیگه توی سالن هلال احمر شیر خورشید اون شیر خورشید اون موقع بله تئاتر رو من خیلی اثر گذاشت چون خیلی تئاتر جالبی بود و چون بینش هم سرود می‌خوندن سرود هماهنگ می‌خوندن خیلی حس خوبی داشت خیلی جالب بود برای من ولی خب دیگه باز من ولی تاثیرش گذاشت نمایشه ولی تو دیگه نرفتی گفتم آره چون دیگه می‌دونستم داستان چیه یعنی من اون موقع می‌دونستم مارکسیست چیه یه خورده مرزمندی تو ذهنت چک گرفته بود بله. مرزمندی مارکسیست و جالب اینکه از دوستان خیلی خوب من رفقات اونا بهشم تو سه بار گفتم ولی گوش نکرد ایشون اول انقلاب کاملا چپ شده بود مارکسیست شده بود با اینکه خانواده مذهبی بودن خونه‌شون نزدیک حرم بود اما خیلی قصه‌اش می‌خوردم که این بچه به این خوبی مارکسیست شده مثلا کمونیست شده توده‌ای شده و و و تا اینکه یک روز توی بهشت یک روز که مثلا فرض کنید سال 5 مثلا 63 مثلا 62 تو بهشت زای مشهد راه می‌رفتم یو عکس این رو ای بابا روی چیز زده شد شهید حالا اسمش یادم رفته به اون شهید زده بود بعد رفتم پیگیری کردم بله ایشون یک سال قبل توبه میکنه اصطلاحا و برمیگرده و دوباره مذهبی میشه و عضو جهاد میشه و میره در آبادان جهاد سازندگی در آبادان در جنگ اونجا شهید میشه که برام جالب بود چون واقعا اون موقع که اینا رو میدیدی کتاب مارکسیستی خوندی اصلا من بیشتر کتاب شریعتی رو میخوندم از کتاب شریعتی مثلا فاطمه هست اولیش پدر مادر متهمی بود پدر مادر متهمی دیگه بعد تقریبا همه کتاباش خوندی از کتاب مارکسیستی اقتصاد به زمان ساده خوندی اینا تو اول دانشگاه بیشتر تو دانشگاه کامدی علم صنعت آره یه در واقع اونجا که در واقع کی وقت دیپلم چه سالی گرفتی من دیپلم 57 گرفتم همون سالم وارد دانشگاه شدم علم صنعت دانشجو خوبی بودی چون علم صنعت سخت بود در موقع توش قبول شدن دانشکده فنی من معمولا اصلا دانشگاه آریا مهرم
میتونستم قبول شد. چی بود اسمش؟ سنتیه؟ بله سنتی شریف شده. اون موقع سنتی آریا مهر. ولی یادم این که باطر اسمش نرفتم. چه جالب بود. خیلی نکته جالب بود. ولی دانشکده مهمی بود سنتی آریا. خب نگه باطر اسمش. حالا اون حس خودم بود دیگه. البته اون موقع تب کنکور و تب دانشگاه رفتن مثل الان نبود. مثل الان که میگه سال قبل. یه چیز عادی تلقی میشد. یکی دوست داره بره، یکی دوست داره نره. من این شکلی بود. حالا برای من چون چه سالی وارد دانشگاه شدی؟ همون 57 دیگه. 57. دقیقاً 57 وارد دانشگاه شدی. یعنی اومدی تهران، خونه گرفتی؟ بله دیگه. ما با یک دوستا رفتی توی دانشگاه یه خونه گرفتی. نه، خونه گرفتیم. میدونستم دانشگاه چه اتفاقی میفته. روز اول که ما رفتیم، میدونستم باید برم مسجد و بچه‌ها رو پیدا می‌کنیم یا بچه‌ها منو پیدا می‌کنن. دیگه رفتیم مسجد دانشگاه، گاردم وایساده بود. من یادمه که البته ما چون سال انقلاب نشده بود. انقلاب در جریان بود دیگه. بله، دو سال دیگه من مثلا 17 شهریور گذشته بود. یعنی فضا بعد به خاطر همون حساسیت‌ها رژیم شاه گفت کلاس اولی‌ها، یعنی سال اولی‌ها جدا، امروز بیان سال بعد همه بیان. لذا ما یه روز زودتر رفتیم دانشگاه برای اینکه می‌خواستن ما رو مدیریت کنن. ولی بچه‌های انقلابی هم جریان مارکسیستی هم جریان مذهبی تو دانشگاه بودن و بچه‌ها رو جذب می‌کردن. خوب سراغ منم اومدن، ولی من تا فهمیدم این طرف مارکسیسته نرفتم. زمین گفتم حالا بریم مسجد معلوم میشه. از اون جریان مذهبی، از جریان مارکسیستی آدم شاخصی اومد سراغت که الان اسم ببری؟ موقع یادم نیست. آدمش فقط یادم میاد که اومدم. ولی نماز ظهر که رفتیم مسجد، دیگه می‌دونستم اینجا مذهبیه. حالا هنوز جریان مجاهدین و مثلا جریان دیگه اصلا جدا نشده بود. حداقل اون موقع قابل تفکیک نبود. درسته. رفتیم توی مسجد و خب مثلا شاید 20 نفر بیشتر نبودیم. یه امام جماعتی داشت و یه نفر بین امام بین دو تا نماز صحبت کرد. این دو تا آدم شاخصن برای من. اونی که امام جماعت بود، همین آقای سمره است. همی... مشاور آقای احمدی نژاد، یعنی همین الانم بایشه. اونی که سخنرانی کرد، اسمش اولش بگو چی؟ آقای مصطفی هاشمی سمره. هاشمی سمره بله. ایشون امام جماعت صنعتی بود. اینم علم صنعتی بود. بله بله. یعنی من از اونجا دیگه ایشون رو فهمیدم که این مثلا این کارش درسته. آقای احمدی هم صنعتی دیگه درسته. بله ولی ایشون یادم نیست اونجا. بعد یکی بلند شد بین دو تا نماز صحبت کرد، خیلی مختصر و سریع که توضیح داد دانشگاه اینجوریه، گارد اینجوریه، مثلا بچه‌ها اونایی که خوابگاه ندارن ما بهشون کمک می‌کنیم، مواظب باشید که چپیا نیفتید، اینجا مثلا شما بچه مذهبی هستین و و و اصلا دانشگاه که از بسام نماز که من می‌بینم دو نفر اومدن سراغ من که تو جا داری؟ گفتم نه. هر دو تا هم بچهای مذهبی بودن. با یکیشون اون دومی که سخنرانی کرد اسم شاخصی حالا اونم میگم داستانش رو. اونی که اونجا صحبت کرد خب خیلی مزه جوون خوشم اومد خیلی. بعدا که دانشگاه تعطیل شد و رفتیم مشهد و انقلاب داشت اوج میگرفت و فکر کنم ایام محرم هم رد شده بود یا وسط محرم بود، داشتیم وارد مسجد گوهرشاد میشیم با اون فرم تظاهرات، عکس ایشون رو دیوار دیدم که شهید شده. ایشون توی اول محرم تو سرچشمه شهید شد تو تظاهرات. چی اندازی آره؟ شهید بهرامی. اگه اشتباه نکنم شهید بهرامی. توی این دانشکده آدم شاخص دیگه هم بود که مثلا بگیم؟ حالا اون دوستانی که اومدن سراغ من، یکشون آقای اثناعشری بود. میشناسینش؟ اسمن شنیدم، منو یادم نمیرسن. آره. ما با ایشون بچه اصفهانه، با ایشون هم اتاق شدیم. کجا هم؟ اتاق تونی کجا نارمک دیگه. همون درست تو انتهای خیابون بود دیگه. فرجام بود دیگه اگه اشتباه به حساب پایین تر از فرجام تا آره رسالت آره. علم رسالت فرجام بود، انتهای فرجام بود. ما از فرجام پایین تر اونجا یه خونه گرفتم، اینا داشتن، ما با اینا هم اتاق شدیم. بعد که با اینا هم اتاق شدیم دیدم اینا بچه های اینا بچه های انقلابی هن و سابقه دارن و یه نفر اونجا می اومد می رفت، یعنی همیشه نبود، می اومد می رفت که فهمیدم این خیلی آدم خاصیه و آدم به هر حال اصطلاحاً چریکه و اونجا مثل زندگی مخفیش بود پیش ما، که بعدا فهمیدم ایشون متاسفانه جزو کسایی بوده که چیز رو ترور کردن. اون یک روحانی بود در اصفهان، چی چی یه روحانی بود در اصفهان که قبل از انقلاب گروه مهدی هاشمی، شمس آبادی احسن، گروه مهدی هاشمی، یعنی این تو گروه مهدی هاشمی بودن که میشه؟ بله، اصلا توی جریان ترور حضور داشته. که منم بهش گیر دادم مثلا چرا ایشون رو اون موقع شما کشتید، بلغه استدلالاتی که حتی روشش رو گفتم و اینا چجوری کشتید و بسشم چون گفت ما مثلا امامان انداختیم دور گردنش، می‌خواستیم باهاش شوخی کنیم، می‌خواستیم بترسونیمش، بعد یاد دیدیم مرده. یعنی ایشون من اونجا همونجا احساس کردم یه آدم خطرناکیه. بعدن چی شد این آدم؟ ایشون خب در زمان مهدی هاشمی زندان افتاد.
اعدام شد؟ نه خبر ندارم. قبلش تا درجه شهرداری رفت بالا توی اصفهان، یا خود شهر اصفهان یا اطرافشون شهردارم شد که من خبراشو داشتم. حالا توی این دانشگاه که هستی سینما میری؟ بله دیگه، دو تا فیلم ما اونجا، مثلا من از اینکه یک ماه و نیم بیشتر دانشگاهی قبل از انقلاب انگار تجربه نکردم. خوب. دانشگاهی که حالا گارد داره، بعد بله. مثلا رژیم شاه و و و و اون فضایی که خب بله اون زمانی بود. یک اعتصابی بچه‌ها کردن، کوی اعتصاب 48 ساعته بود، یا بگیم تحصن کردن یا روزه سیاسی گرفتن، اونم رو من خیلی اثر داشت. یه فیلمی هم پخش شد، متأسفانه اسم فیلم یادم نیست، فقط یادمه که داستان یه مبارز بود در آفریقا که گیر میافتاد، شکنجه میشد، ناخناش میکشیدن و خیلی چیزای سختی که حالا ساواک با مبارزین ما داشت میکرد. این دقیقاً همون بود. نهایتاً هم میارنش توی یک جنگلی اونجا میکشنش، یعنی به اسمی که مثلا میخوام جابجا کنیمت، میارنش و اونجا میکشنش. اینم خیلی فیلم تاثیرگذار روی من بود. همه اینا چیزاست که حالا هی روی من اثر می‌ذاره. فکر می‌کنم اون فیلمی که در واقع دیدی شاید شعله‌های آتش باشه اگه اشتباه نکنم. اگر شاید باید برم توی اینترنت دیگاه کنم بیرم عکس طرف میاد، چون عکس قشنگ یادم سیاه پوسته که نقشه یکی بود، بعد یک خارجی هم بود اونجا. بعد شعله‌های آتش مارلون براندوه که میاد اونجا، اون فیلم معروف دانشجویی سیاسیه. آره. که همه دانشکده ها بردن و نمایش دادن. شعله‌های آتش. شعله‌های آتش. خیلی دوست داشتم اسم فیلم رو ببینم. آره شعله‌های آتش اسم اصلیش هست کوئیمادا. آره این اسم آفریقاییه. این اسم ایرانیشه، تو ایران گذاشتن شعله‌های آتش. آها. اسم اصلی فیلم هست کوئیمادا، جزیره کوئیمادا، که مال جیلو فونتکورووه و در واقع کارگردانیه که ما اول انقلاب فیلم نبرد الجزیره شو مال همونه؟ مال همونه دیدیم. آره اینو قبل از انقلاب دیدیم. آره خب نبرد الجزیره هم ما قبل از انقلاب دیدیم، اونم خیلی رو من هست. نه قبل از انقلاب ندیدی، اول انقلاب دیدی. درسته، غیر ممکنه قبل انقلاب. درسته اوله اول انقلاب سال 58 دیدی. آره در واقع نکته اینجاست این کوئیمادا رو آره تو دانشگاه علم صنعت دیدیم، تو آمفی‌تئاترش که تمام 48 ساعتی که تعصب بود. و این الان این فیلم کوئیمادا یا شعله آتش تلویزیون هم اخیرا نشون، اخیرا که نه 6-7 سال پیش نشون داد. نشون فیلم خیلی خوبیه. بله. یعنی اصلا یک انگلیسیه که میاد آفریقا. درسته. اول یک کاری میکنه که انقلابیون با انقلابیونه هدایتشون میکنه، بعد اون انقلابیون میره یه حکومت فرمایشی میذاره میره، دوباره برمیگرده میبینه اون دوستی که اونجا داشته باشه بوده قیام کرده علیه در واقع حکومت وقت، میره پیداش کنه. خیلی قصه خوبیه، این قصه خیلی من یادم خیلی فضای خوبی در اون خیلی زندان رو خیلی باورپذیر بود، شکنجه ها خیلی واقعا تاثیرگذار بود. هنوز خیلی خوب داره، هنوز یادم مثلا تمام جزئیات. خب یعنی شعله آتش رو دیدی و در واقع لیلۃ القدر رو دیدی و این دو تا فیلم بود که تو دوران قبل از انقلاب دیدی، یعنی قبل از اینکه تو دانشگاه دیدی. تو دانشگاه دیدی. سینما رفتی تهران؟ اون مقطع هنوز سینما نمی‌رفتیم. نمی‌رفتیم سینما. البته من یه بار دیگه به حساب سال 54 تهران اومده بودیم، برادر اون پسرعمه‌ای که حالا مجاهد خلق بود و اون موقع زندگی مخفی داشت، اون برادر ایشون یعنی پسرعمه دیگه هم ایشون از این سینما روهای قهار بود، عشق سینما. آره به من گفت، منم گفتم حالا خب بریم بذار تجربه کنیم چیه. دو تا فیلم هندی منو برد. چی بود برد؟ یادم نیست دیگه. اصلا فیلم فارسی دیدی زمانشا؟ فیلم فارسی قیصر دیدی؟ نه نه. گنج قارون دیدی؟ اینا رو بعدن دیدم. اینا که معلومه بعدن. بله. اون زمان نه. و یه فیلمی هم بازگشت لک لک ها بود اگه اشتباه نکنم. وقتی لک لک ها پرواز، وقتی لک لک ها پرواز میکنه. فیلم روسی سیاسی فیلم. آره بله بله. اینم فیلم انقلابیه سیاسی. اونم به عنوان فیلم انقلابی منو برد، پسر همین پسر همین دیگه. آره. تو تهران البته که اونم برام خیلی جالب بود. ولی خب پدرم بی خبر بود. البته اگه اون سال خانواده تو رو برده، باید برده باشه یک سیانس اقتصادی، یک سینمایی که نه تو همین خیابون انقلاب اون زمان شاهرضا بود، اینجا ما رو آورد و سینا پلازا برده. احتمالاً یک ما یه هفته تهران بودیم، همون یه سفری تهران داشتیم قبل از انقلاب، یعنی قبل از که دانشگاه بیاد. درسته، اون فیلمایی بود که صبحای جمعه یک سیانس فیلمای سیاسی نمایش میداد برای دانشجوها و دانشجوها میرفتن یا سینمای پلازا یا سینمای بولوار که الان تو میگی این شاهرضا بوده، پلازا بوده که طرفی میداره. خب پس این فیلم‌ها رو رفتی، حالا انقلاب شد، روز انقلاب کجا بودی؟ من خودم تو خود انقلاب همه جا بودم، یعنی هر جا که میشد. خب هر جا که میشد حضور داشتم و همیشه هم خب افسوس میخوردم که چرا این وقایع رو مثلا نمیشه ثبتش کرد، چیکار هم ثبت نمیکنه. مثلا تو خود مشهد که دو تا حادثه مهم رخ داد، یکی
روز 17 شهریور بود، یکم 9 دی و 10 دی. 9 دی خیلی معروفه، چه اتفاقی تو مشهد افتاد؟ 9 دی خیلی اتفاق عجیبی بود. یک تظاهرات شکل گرفت. از حرم میمدن فلکه برق، از فلکه برق از سیمتری میرفتن سمت لشکر. حالا چرا استانداری؟ حالا چرا استانداری لشکر؟ مثلا چراشو من نمیدونم. مسیر این بود، یه مسیر جدیدی بود. منم اتفاقا جلوی تظاهرات بودم و وقتی که استانداری رو رد کردیم ما یادیم یه سری تانک از سمت پادگان مشهد که همونجاست وارد خیابون شدن و اومدن قاطی جمعیت. جوونا که اون حالا ما موقع هنوز شکل چیزی نداشتن، جوونایی که قبراختر بودن رفتن بالا تانک و فلان و من یادم یه فضا سازی کردن که انگار مثلا ارتش ما پیوسته انقلاب پیروز شده. یعنی چه تصوری مثل 22 بهمن برای ما ایجاد شد. حتی بعضی اسلحه ها رو گرفتن، بعضی سربازا فرار کردن. یه اتفاق ایشتیک حالا من همین صحنه رو داشتم می‌دیدم. یهو یه جیپ فرماندهی با یک دو تا تانک دیگه این اومد بی‌رحمانه هم اومد. به طوری که اومد پایین و فرمان آتش تیرباران چی میگن تیراندازی داد. و یهو اون کسی که پشت تیربار پشت تانک نشسته بود، تانک بعدی شروع کرد به تیراندازی کردن به سمت مردم. حالا من دقیقاً من کنار تانک بودم، یعنی حالا به سمت اون بر خیابون انتهای خیابون میزد ما کنارش بودیم. دیدیم ممکنه هر لحظه اینو برگردونه به سمت ما که ما رفتیم زیر ماشین و زیر چوب و قایم شدیم و بالاخره این صحنه رو از نزدیک میدیدیم. و این تیراندازی باعث شد که خشم مردم بیشتر بشه و اتفاقات از اون لحظه بعد اتفاقات عجیب غریبی بیفته. مهمترین اتفاق این بود که یه نفر که واقعا ما نمیدونیم یه نفر کیه و چطوری شد نقل میکنن که نقلش درسته، چون من بعداً از چند طریق جنازه رو رفتم دیدم. البته که به حساب یه نفر یه چاقو برمی‌داره پرتاب می‌کنه سمت همین فرمانده که پشت جیپ نشسته بوده و می‌خوره اینجاش. خب این صحنه که چاقو می‌خوره اینجا یه فرمانده، حالا اون نیروهای نظامی که حمله کردن به مردم، فضا رو تغییر میده، فضا رو تغییر میده و مردم اونجا تانک آتیش زدن، همین جیپ آتیش زدن، بقیه اسلحه گرفتن، با اسلحه فرار کردن. از اون لحظه بعد شهر مشهد در تسخیر بچه های انقلاب قرار گرفت. فلکی سوم اسفند کردن، فلکی 9 دی. بله بله، در 10 دی، حالا میگم 10 دی. وقتی که این اتفاق افتاد دیگه از اون لحظه بعد شهر مشهد دست بچه های انقلاب بود. خب توی قضیه اتفاقات زیادی هم میفته. اتفاقاتی که افتاد، سه تا سواکی رو گرفتن، اعدام کردن، به مجسمه شاه آوردن پایین تو میدون شهدای امروز، جنازه رو آویزون کردن با یه فاز فجیعی که اینا من رفتم شب دیدم، یعنی دم غروب به فروشگاه ارتش حمله کردن، اتکای امروزی غارت شد و خیلی جاهای دیگه خاطر خونه سواکی آتش زدن، خونه روحانی درباری آتش زدن، کلا فضای شهر اینجوری شد. شب که همه اومدیم خونه ها میدونستیم این ادامه نداره، این فردا داستان جوری دیگه است. فردا اعلان کردن یه تظاهرات تو چهارراه شهدای الان که نزدیک حرم هست برگزار میشه. من راه افتادم اونجا با احتیاط که بریم به این تظاهرات بپیوندیم. به میدون شهدا که رسیده بودم دیدم صدای تنزیه شدید میاد، صدای تنزیه شدید میاد و یهو دیدم فضا عوض شد و حالا تظاهرات اصلی چهارراه شهدا بود، من میدون شهدا بودم و دیدم دو سه تا تانک که دارن به در و دیوار تیراندازی میکنن و دارن با سرعت میان از تو میدون شهدا رد شدن، رفتن سمت چهارراه شهدا. دیگه فهمیدیم داستان جور دیگه است و به نوعی شهر در تسخیر نیروهای ارتش قرار گرفت. حالا همین فرماندهی نظامی منطقه بسا شهر مشهد اون روز نزدیک 250 نفر شهید شدن که بالاترین رقم تو مشهد تو یک روز. که حالا من دیگه از همونجا ترسون ترسون و لرزون لرزون به قول معروف برگشتیم خونه، دو ساعت تو راه بودم برای که هی با مخفی کاری میومدم، چون دیگه شهر خیلی خالی شده بود و چند جا خونه ای که از مردم رو زمین ریخته بود من دیدم. ولی فردا که رفتیم به اشترزای مشهد یه سری جنازه ها رو من اونجا که هنوز دفن نکرده بودن دیدم که تیپای مختلف بودن، مردم تو صف نونوایی، تو صف تو قهوه خونه، مثلا یه سری بچه‌ای که تو تظاهرات بودن، زن و مرد، خلاصه نزدیک 250 نفر شهید کردن. برای همین اون روز دهیده معروف شد که اون میدونم شده. من فلکه سوم اصفهان بود که شده فلکه دهیده. خب توی پیروزی انقلاب کجا بودی؟ 21 بهمن.
دیگه من مشهد بودم، چون میدونی که 13 آبان که دانشگاه تعطیل شد. بله دیگه تعطیل شد. من یه 10 روزی تهران موندم، دیدم فایده نداره، دیگه رفتم مشهد. مشهد که رفتم دیدم فضای مشهد اصلا خیلی فرق می‌کنه با تهران. یعنی تهران خیلی خفقان بود. یعنی شما واقعا به راحتی هر کاری نمی‌تونستی بکنی. اما مشهد خیلی فضا ریلکس‌تر بود. یعنی رابطه مردم با بچه‌های ارتش خیلی مثلا دوستانه بود حتی. که اونجا دیگه من مشهد بودم تا پیروزی 22 بهمن. یه روز 22 بهمن من به حساب بچه‌ها اومدیم بیرون، گفتیم احتمالاً درگیری میشه، باید بریم مثلا جاهایی رو بگیریم و اینها، که ما رفتیم و حتی اون تصوری که داشتیم ایجاد نشد، یعنی فضا نرم‌تر بود. اما در این حال رفتیم ببینیم که چیکار میشه کرد. رفتیم سمت ارتش، رفتیم سمت پادگان ارتش، دیدیم دو تا بچه‌ها تا ما رو دیدن صدا کردن رفتیم جلو، گفتن چیه؟ گفتن فرمانده لشکر هفت خراسان، فرمانده نظامی مشهد، ما تا اینجا تعقیبش کردیم، فرار کرده، نمیدونیم کجاست، بیایم بگردیم پیداش کنیم. مردمم جالب بینا راه نمیدادن، مردم خیلی همراه بودن. خلاصه ما، من ماشین داشتم، ماشین پدرم دستم بود، اومدیم و گشتیم یا توی تای بنبست بنده خدا رو پیدا کردیم. یک پالتوی بلندم تنش بود، احتمالاً پالتوی سر ارتش جنرالیش بود، ارتشیش بود. خلاصه اینو ما گرفتیم انداختن تو ماشین ما. بعد گفتن دو تا ساواکی هم اونجا گرفتن، وسیله نبوده، بریم اونا رو سوار کنیم. اومدیم دو تا ساواکی رو ما سوار کردیم، سه تا حالا به حساب متهم تو ماشین ما و 20 تا آدم دیگه سوار ماشین ما شدن. حالا جلو و عقب بود. چند نفر؟ ماشین کابوت بود؟ پیکان بود. کابوت و صندلی و عقب بود. حتی من گفتم ما این ماشین بابامونه خراب نشه. واسه ما اینا رو آوردیم به حساب مرکز حالا فرماندهی مشهد، اون موقع خونه آیت الله شیرازی بود. همین اسمش الان خیابون شیرازیه تو مشهد، همین نزدیک چهار شهدا. ما اینا رو تحویل دادیم، تحویل دادیم که مثلا حالا محاکمه شن هر چیزی. اون موقع که تهران داشت اعدام می‌کردن مثلا افراد رو، مثلا ارتش بودوی مثلا فرمانده مثلا اویسی و چیز فرمانده نظامی رحیمی و امثال ها، خب گفتیم اینا هم احتمالاً اعدامی هم. بعد جالب بود که فرمانده ارتش، فرمانده نظامی مشهد در اون زمان، اون بگم دو سال یک سال بیشتر زندان بهش نخورد، آزاد شد. علتش این بود که ایشون اتفاقا هیچ دستور حمله نداده بود، یعنی دقیقا بعد از ده دی مسئول فرمانده نظامی شده بود و هیچ حرکت ضد مردمی نکرده بود، لذا بخشیده شد. ولی دو تا ساواکی ها دارن اعدام شدن. دو ساواکی اعدام شدن، اون اعدام نشد، او آزاد شد. کی اومد تهران؟ من بلافاصله اومدم تهران دیگه، یعنی اول سال 58 تهران. من قبل از، یعنی اسفند اومدم تهران. اینم رفتی دانشگاه؟ بله رفتیم دانشگاه. چه خبر و فلان و اینا، هنوز تق و لق بود و بعد گفتن دانشگاه می‌خوایم باز کنیم و تردید بود. حالا یادم نیست دانشگاه قبل از عید باز شد یا بعد از عید، دیگه الان یادم نیست. فکر کنم قبل از عید دانشگاه باز شد، یعنی توی اسفند 58. حالا دیگه سینما بلد شرعی تر، الان دیگه سینما میری دیگه، تلویزیون هم خریدی دیگه؟ آره دقیقا روز اول پیروزی انقلاب پدرم رفت تلویزیون خرید. دقیقا 20 به منم تلویزیون. دقیقا روز اول، یعنی 22 به من، بعد از اون ما تو خونه تلویزیون داشتیم. آه یعنی شروع کردیم به تماشای تلویزیون. بله. تو تهران اومدی دیگه هم رادیو داشتی هم تلویزیون. آره شرط که امام وقتی گفت ما با سینما مخالف نیستیم، با فحشا مخالفیم، اصلا خیلی نگرش ایجاد کرد تو خیلی ها. آره خب تهران اومدی کجا زندگی کردی؟ تو هم خوابگاه گرفته بودیم بودم. که دیگه حالا اینجا اتفاقات زیاد رخ میده که میشه ازش عبور کرد. بالاخره ما خب میخوایم ببینیم که تو کی حالا جذب سینما میشه. حالا خواستم همین بگم، برای میگم عبور کنیم. بخاطر تئوری شهید مطهری، بحثای دعوای دانشجویی، اون گروهایی که توی دانشگاه فعال بودن. دانشگاه مثلا هم چپا توش بودن، فعال بودن. ولی بچهای مذهبی زیادتر مقام اول داشتن. آره البته تو اونجا دانشجوی مذهبی بیشتر بودن. بله اصلا مذهبی اول بودن. بعد مجاهدین احمدی نژاد دیدی تو اونجا؟ هنوز من نمیدیدم اون موقع، تشخیصش نمیدید، یعنی چیز نبود برای من، شاخص نبود. بعد خب گروه چپی، ولی همه گروه ها بودن. یه اتفاق خوبی که اون موقع افتاد، فیلم رگبار رو بچه ها نشون دادن. کجا؟ تو هم دانشگاه؟ تو دانشگاه مشهد، تو دانشگاه علم و صنعت. مرحوم بازیگرش چی بود؟ فنیزاده. فنیزاده با دخترش اومدن اونجا. جالب. که من یادم باید بدونی که بدونم از در سالن سینما تا دم در دانشگاه همراه اینا بدرقه کردم با فنیزاده و مثلا صحبت میکنم، دخترش هم کنارش بود و برام جالب بود چون فیلم رگبار یادم میاد. دوست داشتی رگبار اون زمان؟ آره آره خیلی دوست داشتی. بله بله آه. از فیلم رگبار من خیلی خوشم اومد.
نمیدونم چرا فکر میکردیم فیلم انقلابی هم هست. نمیدونم چرا. انقلابی هم بود. آره میگم یعنی ممکنه امروز خیلا فکر کنن انقلابی نیست. در اون موقع یه سواکی داره توش مرد اینکی. بله آره. یه باره فیلم انقلابی دیدیم و اونم توی این مقطع چند تا فیلم دیگه نمایش داده. فیلم معترضه. حالا واژه انقلابی. آره دیگه. فیلم اعتراضیه. دقیقاً یعنی مخالف فیلمای مثلا تیپ فیلمای اعتراضیه. که اینم حالا اون زمانی که بچه‌ها نشون دادن. بعد ما خب اتفاقاتی که دانشگاه رخ داد زیاد بود دیگه که حالا اوجش یکی دستگیر لانه جاسوسیه. تو بودی تو لانه جاسوسی؟ دانشگاه ما کلا قرار نگرفت اون حرکت به دلایلی که حالا اتفاقا من تو فیلمم هم اشاره بهش کردم. ولی قبل از اون داستان دفتر تحکیم وحدت بود که شک گرفت و بعد سفره که رفتیم حوزه مثلا میشستیم. البته دفتر تحکیم وحدت اسمش نبود. دانشجویانی پیشگام دانشگاه مسلمان بودم. دفتر تحکیم وحدت یعنی انجمنای اسلامیه. انجمن اسلامی دانشجویان بودن. شدن دفتر تحکیم وحدت. همون دهه قبل از 60؟ بله بله. اصلا قبل از تسخیر ایران یعنی اول سال 58. 58. بعد یه حرکتایی کردم مثلا گفتم بریم با حوزه علمیه مرتبط بشیم. رفتیم اونجا ما دو شب مثلا تو اجراز خوابیدیم با طلبه‌ها. حالا دیگه واژه دیگه سینما میرید. سالن سینمای تهران می‌بینید. بعد مثلا فیلم 90 در جزایر اینجا رفتم. فیلم کدوم سینما رفتم؟ فیلم گوستاف گاوراس رو اینجا رفتم دیدم. زد و اینجا دیدم. زد و حکومت نظامی و فیلم حکومت نظامی رو من خیلی اثر گذاشت. اینا هم چپ بودن میدونستی؟ بله بله. نه اون موقع نمیدونستم. خب اینا میدونستم آمریکای لاتین دیگه و مثلا یونانه و بالاخره از اونها انتظاری ما نداشتیم. اما بونه چون اون موقع یادتون باشه جریان پینوشه و شیلی و کودتای علی پینوشه خیلی موضوعیت داشت توی بچه‌ها. بله اصلا تمام فیلما می اومدن مستندا می اومدن. موضوعیت داشت. برای ما توی حوادث انجمن اسلامی و چی دانشگاه من حضور داشتم که حالا تسخیر لانه یکی بود، گرفتن خوابگاه ها یکی بود. خب خوابگاه البته هتل ها بود. آها هتل ها رو میدونی؟ تئاتر عشق تئاتر با همراه بود؟ نه موقع چند تا تئاتر ما رفتیم الان خیلی یادم ولی یادمه که رفتیم تئاتر ولی الان چیز خاصی تو ذهنم نیست. بعد داستان به حساب تسخیر هتل ها بود که به حساب بشه خوابگاه ما که خود این یه داستان داره. جالبه. چه هتلی رفتی گرفتی؟ ببینید بچه های انجمن اسلامی علم و صنعت و کلا بچه های انجمن اسلامی مخالف این حرکت بودن. جریان امت میشناسیشون دیگه. منظور جنبش مسلمان مبارزه. آره جریان امتی ها که اینا مثلا مسلمان بودن اما مثلا گرایششون با ما متفاوت بود. با جریان کل جریانات چپ اینا با هم به معنی که آقا الان انقلاب شده باید عدالت اجرا بشه باید هتل ها در اختیار دانشجوها قرار بگیره ریختن هتل ها رو گرفتن. هتل‌های مختلف رو حالا هر کسی یه هتل چپ داشتن انجمن اسلامی تفکر چپ نداشت وقتی اینا ریختن هتل‌ها رو بگیرن انجمن اسلامی به بچه‌های درجه دوی خودش یا بگیم مثلا اونایی که حالا خیلی تو صحنه حضور مستعین شناخته شده نداشتن به اینا ماموریت داد که شما با اینا بریم که اینا وقتی هتل‌ها رو می‌گیرن ما هم باشیم اونجا در اینا مواظب باشیم مثلا بیت المال و عیف المال نکنن ندزدن و و که حالا ما رفتیم اونجا یعنی ما جریان تسخیر هتل ها به این دلیل همراه اونا شدیم و این هتل بین المللی تهران بله بله آره اونو رفتیم گرفتیم سید خندان سید خندان هتل خیلی معروفی بود آره حالا دیگه داستانش طولانیه که نهایتاً شد بعد از جنگ شد اونجا جنگ زده ها من رفتم دیدم که الان دیگه با خاک یکسان شد الان از خرابش کرده اصلا با خاک یکسان شد بله. بعد از اون جریان جریان انقلاب فرهنگیه جریان انقلاب فرهنگی هم باز ما علم و صنعت پیشگام بود البته تبریزی ها بودن و بعد علم و صنعت در تهران پیشگام بود که اون حرکت انقلاب فرهنگی رخ داد که دانشگاه ها به حساب پاکسازیش از گروهک ها و و و که حالا داستان زیادی داره واقعا اگه نیاز شد میشه شرح داد که تو اتاق های دفاتر تو فعال بودی تو این جلسه بله دیگه تو انجمن اسلامی فعال بودی یه جا فعال بودم حتی توی مثلا موقعی که می‌خواستیم اتفاقا ربط داره به بحث سینمامون موقعی می‌خواستیم دانشگاه رو بگیریم اصلا تر عملیاتی ریختم مثلا شما برید این ساختمون رو اینجوری بگیرید اگه کسی بود بیرونش کنید و اینجوری اینجوری قفل بزنید قفل خریده بودن اینجا بمونید با چماق البته چماق دستتون بود دیگه چون قرار بود که کسی رو بکشی فقط چماق دست حالا منم فکرم چماق نداشتم ولی به هر حال قرار بود مثلا چماق دستمون باشه چوب اونوری هم داشتن اونورا اصلا هم داشتن اون طرفیا کما اینکه در یکی از دو تا دانشگاه داد 7 8 نفر بچه ها رو اونا کشتن شهید کردن بلکه ما دانشگاه علم و صنعت رو در تسخیر خودمون گرفتیم و گروه بچه ها مسلمون دانشگاه علم و صنعت گرفتن چپا رو اخراج کردن چپا تو اتاقاشون بودن اینا بیرون نمی رفتن بالاخره با حضور مردم و اتفاقات بعدی و توافقات اینا تحت الحفظ یادمه که مثلا یکی میادن بیرون هیچی با خودشون نبرن برن سوار اتوبوسشون برن
و ما تضمین کنیم جانشون رو، چون دیگه خطر جانی براش پیش اومده از طرف مردم. وقتی که وارد اتاق اینا ما شدیم، تو اتاقشون همه چیز بود، یعنی حتی معلوم بود که اینا با هم رابطه‌ای هم با هم دارن، دختر و پسر، یعنی یه چیزایی بود. حالا من موقع تا یه حد ورود نمی‌کردم، چون خیلی هم چشم و گوشمون بسته بود، اما مشخص بود اصلا هم که فراوون بود. به هر حال چون جای زیادی داشتن، مثلا این بخش بزرگی از ساختمون در اختیار اینا بود. به هر حال این پاکسازی انجام شد، دانشگاه تعطیل شد. دانشگاه که تعطیل شد، حریم اخلاقیش خیلی قوی‌تر بود. چلیکا از داشتن دیگه بعضی. آره حریم اخلاقی داشتن، راه مختلف دارن دیگه. شما آره توده یا بودن، پیکاریا بودن، همشون حریم، یعنی چلیکا فردی حریم اخلاقی داشتن. بله بله، من تا اونجایی که میشناسم حریم اخلاقی داشتن. من خودم میخوام بگم همشون داشتن، اما بالاخره یکی دو تا ممکنه امکان داره تو. آره در حد دیگه. بعد ما اونجا یه چیز جلسه گذاشته شد و گفتن انقلاب الان وقت نیست ما بشینیم درس بخونیم، انقلاب نیاز به نیروی ما داره. بچه‌ها تقسیم شدن تو نهادها، عده‌ای رفتن سپاه پاسداران، عده‌ای جهاد سازندگی، عده‌ای کمیته امداد، و حالا دیگه نهادی دیگه هم کمیته، هم کمیته انقلاب اسلامی هم بود. من رفتم کمیته امداد، کمیته ثبت نام کردم برای کمیته امداد. کمیته امداد موقع کجا بود؟ جا شایدم نیست، فقط ثبت نام کردم، مثلا اینا سپاهی، اینا فلان، اینا من کمیته امداد. بعد همین آقای اسناشری که هم اتاقی ما بود، بعد از مثلا فاصله سه روز چهار روز اومد اعلان کرد که تمام جلساتی که هنوز داشتیم هماندیشی میکردیم، فکر میکردیم، برنامه‌ریزی میکردیم، گفت بچه ها ما یک گروه فرهنگی هم داریم راه میندازیم، اونایی که ویژگی فرهنگی دارن بیان. من باز احساس کردم کمیته امداد بهتره. ایشون خب منو میشناخت، گفت شهادتم بیا دیگه. من گفتم باشه، اومدم تو گروه فرهنگی دیگه. پس یه گروه هم شدم گروه فرهنگی. حالا گروه فرهنگی چیکار میخوام بکنم مشخص نبود. یه روزی، حالا یه روز یادم نیست، ما رو جمع کردن، یک دفتری بود دقیقا روبروی پاساژ علایالدین، ما جمهوری، خب جمهوری، دفتر بزرگ بود، اتاق بزرگ در تمام وسعت بود، بچه ها نشستن، دانشگاه مختلف، تیپ های مختلف، شروع کردن صحبت کردن و گفتن که آره الان زمانی است که صدا و سیما، رادیو تلویزیون، اون موقع رادیو تلویزیون بود، در اختیار جریان بنی صدره، چی در قدس‌زاده است و اینا لیبرالن، اینا خواستگاهشون آمریکایی و غربی و بود، ما اینجوری بگیریم دست مذهبی ها، قرار حالا ما بریم تلویزیون رو بگیریم. جالب، خوب درازی کردن که بریم تلویزیون رو بگیریم. بعد بچه‌هایی که میشناختن توضیح دادن پشت تلویزیون تپه‌ای بر، گفت خیابون مثلا جامع جم، حالا ببینم اسمش چی بود، فکر کنم جامع جم بود، این ورودیاش اینه، ساختموناش اینجوریه، اینجوریه. و قصه قرار شد ما با چماق و مثلا با اینا شبانه حمله کنیم تلویزیون رو بگیریم، دانشجوی بخش فرهنگی، بله تلویزیون رو بگیریم و دست اونا خارج کنیم، مثلا حتی اتاق ریاست رو چجوری بگیریم. صحبت شد و اینها. بعد که صحبت ها تموم شد، یه نفر نمیدونم کی بود گفت آقا حالا ما اونجا رو گرفتیم، خب شب مردم برنامه میخوان، تلویزیون میخواد اخبار پخش کنه، حداقل اخبار باید پخش بشه، کی بلده؟ دوستان بعد دستو بردم بالا، یکی کمال تبریزی بود. جالب، کمال تو شما بود؟ بله. مگه دانشجو صنعت بود کمال؟ نه، دانشگاه پلی تکنیک بود دیگه. پول همه دانشجو، کل دانشجو دانشگاه تهران بودن. آ کل دانشجو دانشگاه. بچه‌ها انجمن اسلامی ها از 5 تا دانشگاه عمده بودن، بیشترشون علم صنعت بود، پلی تکنیک بود، دانشگاه تهران صنعتی شریف بود و دانشگاه ملی، اون موقع اسمش دانشگاه شهید بهشتی ملی بود. یا درست مقابل با پاساژ علایالدین بود. اون رو من تو جلسه اونجا یادمه. اونجا خوب بود. خلاصه یکی کمال تبریزی دستش بلند کرد. بله اصلا این نگو کمال و چند تا دیگه مثل حاج میری و اینا یه مقدار کار کرده بودن. آقای شورجم مثلا کار گرافیک کرده بود و اینا، بچهای دانشجو هنر زیبا بودن. کمال اینا کم کم زبونشون باز شد. یعنی هم کمال صحبت کرد هم حاج میری. حالا دقیقاً دیگه یادم نیست دیگه. کم کم زبونشون باز شد، گفتن آقا کار هنری وقت میبره، آموزش میخواد، بلدی میخواد، اینجوریه اینجوریه اینجوریه. گفتم اگه نشد که، پس باید بریم آموزش ببینیم. گفتم میریم آموزش ببینیم، میریم آموزش ببینیم. حالا جالبه اون فضای جوونی، خیلی جالبه. خب گفتم میریم آموزش ببینیم. یعنی تو همون جمع گفتیم میریم آموزش، قرار شد ما بریم آموزش ببینیم. بعد به عنوان افتتاحیه هم کلاس‌ها رو گذاشتن تو دانشگاه آزاد. دانشگاه آزاد چی؟ سینما آزاد. سینما آزاد، سینما آزاد منظور کجاست؟ ببینید قبل از انقلاب دو تا ما یک سینمای نمیدونم ولی اسمش چی بود، سینما آزاد مکانش کجاست الان میگم، دو تا جریان رو افتاد، یکی سینما جوان، سینما آزاد. سینما جوان تحت وزارت پهلوی بود، بله. سینما آزاد تحت وزارت قطبی بود. اینا دو تا با هم رقابت داشتن، شما میدونید که بله 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 قبل از انقلاب وزارت فرهنگ و هنرش زمان شاه
با رادیو تلویزیون که حالا فرح اونجا نفوذ داشت و اون خواهر شاه نفوذ داشت، چون شمس بود دیگه همسر شاه. یعنی این دوتا با هم رقابت داشتن، این دوتا زن از تو دربار هم زن ها خیلی مرقابت داشتن. جریان تاثیر کرده یه جریان تاثیر کرده توی فرهنگ هنر بودن، یه جریان تاثیر کرده تو تلویزیون بودن. جریان تاثیر کرده فرانسوی تو تلویزیون بودن، جریان تاثیر کرده آمریکایی توی فرهنگ هنر. دقیقاً یعنی ما دو تا جریان تاثیر کرده با هم ارتباط داشتن. بله دقیقاً آنکلوفیل آنکل آمریکایی دو تا با هم دعوا. حالا به هر حال این دو تا جریان اونجا، حالا بالاخره میخوام بگم زناشون هم نقش داشتن، یعنی شما فرح و شمس هم با هم رقابت داشتن و دو تا سیستم را انداخته بودن. اون مثلا سینما آزاد، این سینمای جوان. بله میدونم. حالا نه، اون سینما جوان بود قبل از انقلاب اسمش. بله اسم سینما جوان. آره این سینما آزاد رو دفترش رو داده بودن به حاج میری. کی داده بود؟ آقای انوار داده بود و آقای کمال تبریزی. دفترش تو عباس آباد بود؟ اول یوسف آباد بود. یوسف آباد، اول یوسف آباد بود. بله ولی هست اول یوسف آباد. ها اون اون دفتر تلویزیون بود. آره فهمیدم کجاست. آره فهمیدم. ما رفتیم اونجا و اونجا انوار تلویزیون داده بود به حاجی میری. بله انوار تو تلویزیون بود داده بود به حاجی میری، داده بود به اینا. خب ما رفتیم اونجا، تازه اونجا بالاخره شروع کردیم یه چیزای دیدن هستن برای اولین بار. و اولین کسی هم که اومد یادم بره ما صحبت کرد آقای انوار بود، اومد توضیح داد. خیلی فضای کیا بود این اولین بار که رفتیم؟ همه این 130 40 نفر. خب کیا شاخص بودن؟ تو بودی؟ اونجا هر کسی حاجی میری بود. بله خیلی‌ها بودن. مثلا اون زمان بود، اون زمان آقای شورجه، آقای سجادپور، آقای حاج میری، کمال تبریزی، حالا یکی بود حسن احمدی، یکی افراد بودن دیگه. حالا من یک لیست بلند بالایی، بعدا هم به ما یکی اضافه شد، مثلا شجاع نوری بعدا به ما اضافه شد. به هر حال یک جمع 130 40 نفر بودیم که نصف اون طبعا خواهر بودن، نصف اون برادر. نشستین اونجا که جلسه کردیم یه آموزش دیدم. خب اسم اونجا رو گذاشتیم مرکز آموزش فنون. هنوز نه. ها خب اونجا که شروع کردیم، حالا به چه دلیلی؟ البته فکر کنم خود نقش های انوار مفید بود، موثر بود. خب اونجا کوچک بود دیگه، ما هم جمعیتمون زیاد بود. دارن هماهنگ کردن که بریم تلفیلم. بریم تلفیلم. تلفیلم که همین جایی که الان سیما فیلم است. سیما فیلم بود که دیگه الان نیست. الان نیست سیما فیلم. اومدیم تلفیلم. تلفیلم زمان شاه به حساب تهیه شده بود که فیلم سینمایی بسازن با در رقابت با وزارت فرهنگ و هنر، که یک از فیلم‌هایی که می‌سازن خط قرمزه. خط قرمز کیمیایی اونجا ساخته شده. نه فکر نمی‌کنم. چرا؟ خط قرمز بعد از انقلابه. چی؟ خط قرمز ما خب بعد. خب نه دیگه، من دارم میگم 59 دیگه. 59 خب از آره دیگه، از انقلاب گذشته دیگه. خب برای اونجا دو سه تا فیلم ساخته شده بود که اکسسوارش هم اونجا بود. مثلا بلیزر، من یادم بلیزر خط قرمز اونجا بود. خب تو همون تلفیلم قد بود. دیگه تلفیلم رو در اختیار ما قرار دادیم. خب فضای بزرگی بود دیگه، کلاس بندی شد، ما کلاس رو انداختیم. آقای محسوس شهید تو این کارا خیلی نقش داشت. مهدی محسوس شهید. بله آقای مهدی محسوس شهید. مثلا آقای رحیم پور هم اونجا بود دیگه که حالا تازگی معلوم شده. بله آقای هور بود، آقای چیزم بود، کلهورم بود. آه بعد دیگه آقای چیز کلاس ها اونجا شکل گرفت. خب ما نمیشد که فقط انوار مسئولیت اجرایی هم داشت، قرار شد اساتید به ما معرفی کنن، بیان به ما آموزش بدن. یه لیست بلند بالایی اومدن و بالاخره ما انتخاب میکردیم. اساتید شما انتخاب؟ بله یعنی با اینکه البته خب شورای مرکزی داشتیم. شورای مرکزی کیا بودن؟ اونایی که یادمه اینه که آقای اصلاحشری بود که تقریبا هد اصلی بود، مثلا شهاب الدین صدر جزء این مجموعه بود. یه سری از این بچه‌ها حتی مثل پیاتو جریان اصلاح الان نقش زیادی هم دارن. اونجا اون موقع با ما بود، حالا اگه اسمش یادم بیاد. به هر حال اونجا اون شورای مرکزی تصمیم میگرفت که مثلا کیا استاد اینا که اساتید که اومدن. خب آقای کلهور به دلیل هم به حساب ویژگی خاصش و هم به دلیل خب سواد خوبش و تعامل خوب بچه‌ها داشت، یکی از استادای محوری شد. بعد چی درس میداد آقای کلهور؟ بله آقای کلهور چی درس میداد؟ آقای کلهور اون موقع همه چیز به صورت تحتمان سینما. آقای مرحوم عالمی خیلی نقش پررنگی داشت. بله عالمی و خیلی به ما انرژی داد. چون دیگه دوربین میریخ بیرون، دستگاه تدوین میریخ بیرون. البته دستگاه تدوین که همین دستگاه میز مونتاژ بود، میز تدوین بود. بخوام اونجا آموزش شروع کردیم. خیلی فشرده و دیگه به همونجا دو دسته شدیم. مرکز تو آموزش مرکز فیلم سازی. آره 9 ماه بعد. نه ماه بعد. یعنی زمستونش، این تابستونه جنگ هم شروع شد. ما تو جنگ هم رفتیم، بچه‌ها چند گروه رفتن جنگ و فیلم گرفتن، عکس گرفتن. که خود من قبل از سقوط خرمشهر با یه تیم رفتیم، هم فیلم برداری کردیم هم عکاسی کردیم.
یه گروه رفت غرب کشور، یه گروه رفت سمت بندر عباس، چون موقع بندر عباس هم یه جبهه بود به خاطر جنگ دریایی، و برگشتیم. بعد این سری کارهای کوتاه آموزشی انجام دادیم. بعد آقای یحیایی اضافه شد، خسرو یحیایی، ایشون هم مرحوم شد. مرحوم یحیایی هم تازه از آمریکا اومده بود، خیلی آموزش خوبی به ما داد. یعنی من تو کارگردانی خودم خیلی مدیون مرحوم خسرو یحیایی میدونم. بعد یک گرافیست بود اونجا که بعد رفت آمریکا، اسمش یادم نیست، اونم خیلی به ما ایده داد. جوانی بود هیکلمند و خوشتیپ که مباحث گرافیک رو ما یاد میداد. ما تقریبا میشه گفت بعد دیگه ما شبانه‌روزی کار میکردیم. خوابگاهمون هم همونجا بود، تو زعفرانیه بود. خب تو با کی بودی تو خوابگاه؟ اونجا گروه بندی شد، 10 تا گروه شدن. من گروه 8 بودم. تو گروه 8 آقای سجادپور بود، آقای شهامت بود، بهروز شهامت، اونایی که مثلا موندن. بعد آقای سعید رجبی فروتن بود. اوه همین آقای فروتنه. بعد چند تا دیگه که حالا بعضی ها نموندن، تو حوزه سینما نموندن، رفتن. آقای ستا که الان یادم میاد، مثلا خب آقای من یاد رفت، مثلا آقای مراتانی، آقای مسعود شاهی، آقای معصومی. اونجا یک اتفاقی افتاد که آقای کهلوت رفته بود شده تقریبا معاون سینمایی. من از 59 شد معاون. بعد گفتش که شما یه عدتون بیاین تو بخش اجرایی به من کمک کنید. خب که اونایی که رفتن، که یکیش آقای حیدریان بود، آقای مسعود شاهی بود، آقای مرادخانی بود، اینا رو یادمه که رفتن بلافاصله مدیر کل. حیدریان تو مرکز آموزش فیلم ساز بود دیگه. بعد اینا حساب جزء مدیریت‌های وزارت اش، یعنی معاون سینمایی اون دوره شدن. و این بچه‌ها قرار شد برن تو کار تولیدی، که دیگه ما رفتیم تو کار تولیدی. خب نظر فکری چجوری دو جریان ما شده؟ موقع یک، یعنی یه نوع بودیم، اما چند تا اتفاق افتاد که مثلا باعث شد تفرقه ایجاد شد. از جمله جریان بنی صدر. تو این جریان، تو این شما که جریان بنی صدر نبود، بود؟ نه دیگه، بنی صدر رئیس جمهوری شد که دیگه حالا داشت مردم رو دو شقه میکرد. یعنی بنی صدر اول 100% بود به قول معروف رأیش. تو بری بنی صدر رأی دادی؟ بله. ولی بعد دیگه بنی صدر خودش با تاکتیکا و روشایی که پیش گرفت، به این انشقاق داشت ایجاد میکرد که اوجش دیگه سال 60 که برکنار میشه، ولی در طول 59 دیگه شروع شد. ما همون، من جزء کسایی بودم که همون 3 ماه اول دیگه با بنی صدر مشکل پیدا کردیم. دیگه تو جلسه بحث میشد. مثلا آقای جودی هم بود. من یادم آقای جودی مثلا به بچه دیگه، به هر دلیل اون موقع طرفدار بنی صدر بودم، ما با هم بحثای آتشین میکردیم. هر کسی استدلالای خودش رو داشت. و خود جنگم که آقای جودی منظور همین تایید کننده بود. جودی بله. خیلی از بچه‌ها بودن که اینا، آقای مشیری بود مثلا شد مدیر شبکه 2. حالا من به کیکی یادم میاد. خلاصه ما اونجا تو مرکز جریان فیلم سازی، جریان غالب کی بود؟ جریان شما بود یا جریان مثلا یک تفکر دیگرانی؟ تقریبا نه، خب همه که بچه مسلمان بودن به نوعی. خب مسلمان دو دسته شدن دیگه، یه دسته شدن انبار بهشتی اینا. سوسو بود، 50-50 بودیم. 50-50 بودیم. اتفاقی که افتاد توی زمستان 59 که حالا جنگ هم شروع شده، بنی صدر هم دیگه تصویرش آشکار شده، خطکشی ها مشخص شده، یه چیزی به اسم حزب جمهوری هست و جریان روحانیت، جریان لیبرال هست که حالا مثلا انوار جزء اون جریان تلقی میشد. چرا انوار جزء اون تلقی شد؟ دیگه حالا اون لیبرالی که اون دوره میگفتیم دیگه. خب آره، چون دیگه بازرگان که نبود. نه جریان جدید بود، بازرگان سال 57. نه میخوام همین رو باز کنی برام، چرا انوار جزء اون جریان تلقی میشه؟ انوار یه آدم انقلابی بود، از جریان انقلابی اومده بود تو چیز. ببین واقعا الان جزئیاتش یادم نیست. خیلی جزئیاتش یادم نیست، فقط میدونم که اختلاف نظر اونجا بروز کرد. سر چی؟ سر مسائل مختلف. مثلا فرض کنیم که نگاه ما مثلا به امام خمینی چطور بود، نگاه اونا به امام خمینی چطور بود، یا به جریان روحانیت. یه مقدار اونا با روحانیت فاصله داشتن. یعنی مثلا جریان آقای انوار، اینها اون موقع یه جوری با روحانیتی که مثلا حالا اون موقع تبرورش تو شهید بهشتی بود، اینا مشکل داشتن، بیشتر متمایل به مثلا جریان مثلا بنی صدر بودن به طور مثال. حالا تو اون موقعی که هنوز بنی صدر کاملا توی حوزه انحراف نیفتاده بود، انحراف آشکار که برکنار بشه. چون اگه انوار طرفدار در واقع آقای موسوی باشه، موسوی هیچ وقت طرفدار بنی صدر نبود که. خب چرا دیگه؟ ببینید، نه همین رو دارم میگم، از اونجا شروع شد. چون موسوی سرنگون نظام جمهوری اسلامی، خود حزب جمهوری اسلامی. من خب بعدا جزء دانشجوی شاخه حزب جمهوری هم بودم دیگه، شاخه دانشجوی حزب عضوش بودم.
توی حزب جمهوری اسلامی این افتراق پیش اومد. یعنی یک تفکری که بیشتر حالا شهید بهشتی، البته شهید بهشتی خب خیلی بروز نکرد زمان ایشون چون تسلط داشت رو مجموعه. بعد از شهادت ایشون که هفته تیر است، این انشقاق رو کم کم خودش نشون داد. دو تا جریان بود، نگو دو تا جریان از قبل هم بوده. برای این از توی حزب جمهوری شروع شده بود این اختلاف نظر که خب جریان موسوی و جریان حالا بگیم بعدها رهبری، دو تا جریان بود که حالا متمایل به یک روحانیت انقلاب بود. اینا مدام مستقل تر بودن، مثلا اینا به شریعتی نگاه خیلی مثبتی داشتن. این جریان گفت ایور میگفت مثلا شریعتی انحرافاتی داشته، اختلافاتی، یعنی به هر حال یک لغزشایی داشته. این حالا نمونهش جای مختلف بود بروز پیدا میکرد. به هر حال به جای رسید که میگم توی اسفند 59 یادمه توی زیرزمین باغ فردوس که الان سالن نمایش موزه هنر سینما، موزه سینماست، اونجا یه جلسه برگزار شد خیلی پرتب و تاب. فکر کنم یه روز طول کشید جلسه. یه روز فکر کنم. یعنی از صبح شروع شد تا شب. که تو جلسه دعوا شد، فوش داده شد، گریه شد. بعد که بچه‌ها یادم اومد جلو شروع کرد گریه کردن. خواهش و تمنا که بچه‌ها با هم باشیم، ما فلان انقلاب نیاز داره. حالا خودمون بعداً تو سینما نمون بنده خدا. نهایتاً اونجا کیا بودن اونجا که سینمایی بودن و صحبت کردن؟ دیگه واقعا یادم نیست جزئیاتش. خیلی خوب. علالقاده خب مثلا ما حرف زدیم، اونوری هم حرف زدن دیگه. اونجا دیگه اون افتراق شک گرفت که گفتن دو دست شدن. بله، گفتن اونایی که بالاخره آقای انوار رو قبول دارن به نوعی، اینا خب ما حمایتشون میکنیم، اونایی که نه که ولن رهایت. خب دیگه این دو شقه ایجاد شد و شما جدا شدیم. ما جدا شدیم. شما انوار قبول نداشتید. بله قبول نداشتیم و به نوعی بی‌پناه هم شدیم. چرا بی‌پناه شدیم؟ برای که دیگه تمام اونا غالب بودن، تمام اکثریت امکانات در اختیار آقای انوار بود دیگه. یعنی اون امکانات در اختیار هم بود. بله همه چیز در اختیار بود. حتی بچه‌ها رو برد مدیر کل کرد، اکباتان بهشون خونه داد. مثلا ما هنوز تو خوابگاه دانشجویی داشتیم زندگی می‌کردیم. شما و... پیوستیم به گروه کلهر. آره؟ بعد آقای کلهر اومد کنار ما قرار گرفت. چرا؟ مخالف برای که آقای کلهر با تفکر ما همراه‌تر بود دیگه. حالا اینکه آقای کلهر مثلا اون موقع تو دعوا حضور داشت یادم نیست. من یادمه که بعدا ما اصطلاحاً اومدیم زیر کمک آقای کلهر و باغ فردوس دیگه اون موقع شد مختص تیم بچه‌هایی که با آقای کلهر هستن. البته بقیه هم باغ فردوس موندیم. البته بقیه هم بودن، نه که نبودن، ولی به هر حال یه مقدار اونا کمال تبریزی رفت، شما جدا شد. یا اونا تیم از ما جدا شدن. اونا شدن تیم انوار دیگه. بله دیگه با انوار بودن که دیگه ما هم تیم اینور و دیگه از اونجا این اختلاف رفت جلو. ولی در این حال ما رفاقتمون سر جاش بود، همکاریامون سر جاش بود. رهبر جریان شما کی بود؟ کی هدایت میکرد شما رو؟ خیلی سوال سختی. خب قطعا یکیش من بودم. خب ولی کسی دیگه هم بودم. ولی واقعا شورجه بود تو شما؟ بله شورجه با ما بود، آقای خاکبازان با ما بود. خب بعد آقای سجادپور هم که با شما آقای مسعود شاهی هم فکر کنم با ما بود. مهدی مسعود شاهی مراد خانی با شما بود؟ نه مراد خانی مراد خانی هم مراد خانی بینا بین بود. خب چون مراد خانی بالاخره تیپش اینجوری بود، بینا بین بود. ولی اون وریا که رفتن مثلا خب آجبیری، کمال تبریزی، شجاع نوری، همین حسن احمدی، که حسن احمدی بعدن رفت نیویورک شبکه آفتاب دادن بهش. عباس احمدی یا حسن؟ عباس احمدی. عباس احمدی. عباس احمدی. و دیگه اینا رفتن اونور این بعد دیگه این ولی خب این میگم هنوز ما الغمون با هم بود. مثلا من سر این حال که دو جریان شده بودیم بله. ما بله. جایزه که من گرفتم آقای انوار به من داد دیگه جایزه. سال 61. حتی سال کربلای 5 چیز سال جشنواره جوان سال 65 فروردین 65 جشنواره جوان برگزار شد. که خب سلحشور تو شما بود؟ اینا جزو بچه های حوزه بودم. حوزه شما هنوز به حوزه نپیوسته بودید؟ نه هنوز نه. شما سازمان تبلیغات هم نرفته بودید؟ چرا دیگه ما سال 60 رفتیم. آیا آخر 59 اتفاق افتاد سال 60 کیا رفتیم؟ ما سال 60 من یک 6-7 ما تو تلویزیون بودیم. چه کار میکنم تلویزیون؟ کار میکردیم. چه کاری؟ ما یک گروه شدیم و مدام تولید داشتیم. کیا؟ من بودم، آقای دورمنش بود، آقای سجادپور بود، اونجا که یادمه آقای فروتن بود. دو تا از بچه ها بودن که بعداً تو سینما نموندن، اینا با ما بودن. ما نزدیک 8 نفر بودیم، اومدیم دو تا اتاق گرفتیم تو شبکه 2 و اونجا دیگه هر روز ما میرفتیم کار میکردیم. فیلم های مختلفی ساختیم، پخش شد. آقای هور بود با ما، مثلا یک سریال ساختیم همون موقع مستند به اسم دهه فجر با یاران امام.
دهه فجر یک سریال 10 قسمتی ساختیم، خاطرات انقلاب را از زمان یاران امام میشنیدیم، با فیلمای انقلاب مونتاژ کرده بودیم. کی ساخت؟ تو ساختی؟ کی ساخت؟ من کارگردانش بودم، تهیه‌کننده‌اش آقای هور بود. که زمان خودش خیلی فیلم جلوه کرد، خیلی فیلم تلویزیون پخش کرد. بله. آقای استانشری هم تقریبا متمایل به ما بود. تو مقطع آقای استانشری هم آقای شهاب‌الدین عادل هم بود، شهاب صد این طرفی بود، با ما بود. گفت اینا نموندن دیگه تو سینما. به هر حال ما خب سال 60 رفتیم توی خود چی جور شد؟ من سال 60 تو تلویزیون بودم تا آقای کرباسی اومد شد رئیس شبکه دو. بله بله. دیگه ما آدما رو میشناختیم. آقای کرباسی رو میشناختیم که چه تیپیه. چیزی میشناخت از اصفهان اومده بود، چیزی میشناخت. دیگه میشناختیم. میدونستیم این جزء تیم حالا به اسم گروه سه معروف بودن اون موقع. گروه سه یعنی چی؟ جریان خط سه. خط سه. حالا خط یک میشد، خط این مثلا میشد. یه خط جدید بود که حالا مثلا مهدی هاشمی هم، مهدی هاشمی معدوم. مثلا اینا با اون مرتبط بودن، اینا رو میدونستیم. و بعد خود آقای کرباسچی خب روحانی بوده، ولی اونجا خودشو دواسشو در آورد، مکلا شده بود. خود اینم مثلا یک نقطه خاصی بود. دیگه ما احساس کردیم با آقای کرباسچی نمیتونیم بسازیم. دیگه اومدیم بیرون. اومدیم بیرون، البته همزمان شد با تشکیل سازمان تبلیغات اسلامی که دیگه ما اومدیم تو سازمان تبلیغات اسلامی. آقای جنتی بود استاد مثلا. بله. که ما اونجا شروع کردیم، البته میگم هد ما این تمام این ایام آقای استنشریه. خب که اومدیم اونجا بخش سمعی و بصری سازمان تبلیغات اسلامی رو ما راه اندازی کردیم. همتون خب قبل از اینم پول ما و هزینه ما رو آقای جنتی میداد. همین بعد از قضیه آقای انوار بعدا ما فهمیدیم که به حساب سازمان تبلیغات اسلامی که حالا اون موقع هنوز شکل نگرفته بود، تحت عنوان شورای هماهنگی تبلیغات همچی چیزی بود، اونا ما رو حمایت میکردن، پول میدن تو تولیداتون انجام کلا حمایت مالی، حالا هم پول تو جیبی. بالاخره ما اون موقع یادم ماهی مثلا 400 تومن 400 تا تک تومن مثلا پول میگرفتیم، پول تو جیبی مثلا حقوقمون بود. آره خوابگاه هم که داشتیم مثلا اینجور چیزا. و دیگه ما اونجا اومدیم مشغول شدیم و همزمان هم حوزه اندیشه هنر به عنوان یک مجموعه داشت کار میکرد که دیگه ما به هم نزدیک بودیم، چون ما ساختمون تو خیابون سمیه بود. شما کجا بود؟ مرکز تقاطع سمیه ویلا. خب 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 الان هم هست دیگه. اونم حوزه اندیشه هنر بود که توی مقطع ما خب خیلی ارتباط داشت. من یادم جلسات قصه نویسی بود توی حوزه آقای مخمل باف برگزار میکرد، ما میرفتیم شرکت میکردیم. اولی بار مخمل باف کجایی؟ فکر کنم تو همین جلسه قصه نویسی. خب که ایشون مدیر جلسه بود، افراد قصه میخوندن، بعد نقد میکردن، بحث میکردن اینها. که ما دیگه اونجا آشنا شدیم و میرفتیم جلسات رو، تئاترش رو میرفتیم. این تئاترش رو؟ یه تئاتر حساب در حساب ساخت. آقای سلحشور هم نقش اصلی اون جریان کمونیستی رو داشت تو سریال. اونجا سلحشور شدیم. بعد با اونا آشنا شدیم. همونجا من یه حادثه دیدم، همین تئاتر حساب در حساب، که واقعا همونجا من نسبت به مخمل باف ذهنم مسئله پیدا کرد. خب موقع هنوز بی‌حجابی هنوز باب نشده بود. چی میگن؟ حجاب اجباری. بله. باب نشده بود. اوایل سال 60. توصیه میشد. هنوز جدی اجرا نمیشد به صورتی که بعدا شد. یه دو تا دختر خانم اومده بودن تئاتر رو ببینن. اینا اتفاقا حجابشون بد نبود. روسری داشتن. حالا اون موقع هنوز مانتو به اون شکل نبود، ولی بالاخره همینجوری قابل قبول بود. من دیدم که دو تا دارن گریه میکنن میان بیرون از حوزه اندیشه هنر اون موقع. و پشت سرش هم مخمل باب با یه دمپایی، با یه شلواری که لب پاچش پاره بود، شلوار سربازی، و یه پیرنی که تا مثلا رو پاش افتاده بود، با یه تیپ اینجوری داشت بینا فوش میداد که شما بی غیرتید، شما اسلام قبول ندارید، شما ضد دینید، چرا بی حجابید، بد حجابید. و داشت اینا رو از حوزه، شما حق ندارید بیان تاثر منو ببینید، بیان اینجا محیط نجس ببینید، داشت اینا رو بیرون میکرد. ما اونجا واسطیم به نگاه کردن، گفتم واقعا اینه، یعنی این تفکر اسلام اینه. بس چون تو میخوای تبلیغ کنی، خب این بیاد بذار همونجا من یکی بچه ها بود با من، گفتم این انحرافه، این نگاه انحرافه. ولی خب هنوز نمیشد. آشه مقدار این چیزایی که تو الان میگی اگر هم راست باشه، با توجهی که مخمل باف در جبهه دیگری قرار داره الان، تصور و باور یک دی سخت میشه. این واقع که بعضی خاطرات آقای جیرانی بچه تو ذهنت ثبت میشه. یعنی من بعد از این یادم نیست. آها ولی این ثبت شده از خود تئاتر، یک سکانسشو، یک صحنه‌شو یادم ها. بعد یه قبل بعدش هیچ یادم نیست، حتی یادم نیست که کنارم بود، با کی اومده بودیم. اما این برخورد قشنگ یادم. بله بله آقای فرخ خانم برخورد رو داشتید. یادمه که حتی
دید چون ایشون بعدها به قیافه منم ایراد میگیره، میگفت تو یکمی مثلا شیک راه میری، برای که من معمولی راه میرفتم، ولی میگفت شما شیک راه میری، شما یکمی خوی اشرافیت توی شما هست، از این حرفو میزد. به تو هم میگفت خوی اشرافیت؟ آره به ما شخصی نمیگفت، یعنی به ما مثلا ما نشسته بودیم، آقای شوجه بود، ما یکمی مثلا خب چه میتونه تیپ همون بود، آقای شوجه مثلا خیلی خوش تیپ بود همیشه، مثلا به ما هم میگفت، میگفت شما خوی اشرافیت تو وجودتون هست. شوجه که ریشه نمیزد، تو هم که ریشه نمیزدی که؟ نه ریشه نمیزدیم، همین لباس رو میکنم مرتب بود. لباس رو مرتب بود. خودش لباسش اینجوری بود، گفتن اصلا پابرهنه بود، یادم جورابم پاش نبود، دمپایی پاش بود، خشن یادم. چون اختلاف نظرات اون موقع بود، تندروی اینجوری داشتن اون دوستان دیگه. بله بله تندروی که بود. در حال ما این ارتباطی ولی ما داشتیم، در حالی که خب اونجا حوزه اندیش هنر بود، بچه مسلمون بودن و داشتن تئاتر کار میکردن. خب برای ما جالب بود یه تئاتر مذهبی اسلامی. خب شما تو سازمان تبلیغات چیکار میکردید؟ من اونجا دفتر فیلم بود، ما کار کارگردانی میکردیم که این فیلم صدای پایینور رو اونجا ساختیم دیگه. شروع کردیم اینجا ساختن. بله. قبلش هم من گفتم که تو تلویزیون فیلم ساخته بودیم، بعدش هم یه فیلمای ساختیم. دیگه از اینجا تو علاقه من شدی به سینما. دیگه اصلا ما اومدیم تو سینما دیگه. تو سینما بله. یا ما درس سینما هم اون مرکز آموزش فیلم سازی که اونجا بود خونده بودیم دیگه. بله دیگه ما ببینید بهترین دورش دوره ما بود دیگه. یعنی بهترین خروجی هم دوره ما داشت. بچه‌ها میگن دوره سفرم. چون دوره بعدیش دوره اول دوم سفرم. بله. جالبه. چون دوره بعدیش دوره اول. یعنی شما فکر کن 5 6 دوره دیگه خروجی داشته. یعنی شما خروجی 5 6 دوره بعدی رو همه رو هم جمع کنی، تو جو که تو ذهنمه فکر کنم مثلا نصف دوره ما خروجی مناسب نداشت، یا حداقل شاید بگیم فرصت هم پیدا نکردم. به هر حال بعدن نتونست اونجور که بچه این دوره اومدن بیرون و واقعا فیلمسازای معروفی شدن، مشهور شدن، هم تو حوزه مدیریت هم تو حوزه کار تولیدی دیگه. من دیگه اومدم تو سینما دیگه. بعد اومد تو سینما مستند، از مستند سازی شروع شد سینما. به دلیل همون حس حسرتی که من داشتم از دوره انقلاب و فیلم لیلة القدر که دیده بودم و شرایطی که مهیا شد تو جنگ، افتادیم توی کارهای مستند جنگ. کارهای مستند جبهه هم رفتی؟ بله دیگه. من چند سال چه مدت جبهه بودی؟ ما البته بیشتر برای لحظات خاص می‌رفتیم می‌اومدیم. بله عملیات می‌رفتیم روی هم بیش از یک سال. من کدوم عملیات مهم بودی یادت؟ من خب پاتولومی که همین صدای پای نور بود. بله بله. بعد عملیات خرمشهر، فتح خرمشهر، عملیات ولفجر 4، چیز ولفجر 8، عملیات کربلای 5، کربلای 1 که فتح مهران بود، بازپسگیری مهران بود، کربلای 5، کربلای 8، مرساد، این عملیات بود که من حضور داشتم. بعضی عملیات حالا به دلیلی مثلا نشد بریم، مثل ولفجر 10 من یک حرف فکر کنم زمان تولدی که بچه هم بود نشد برم، یا مثلا کربلای 2 که شهید کاوه اونجا شهید میشه، من تا آستانه رفتن بودم ولی باز خب شرایط خانوادگی نشد. تو شد سال 60 دیگه. خب حوزه هم رفتی همون سال 60 رفتین حوزه یا نه؟ دیگه ما سال 60 اومدیم سازمان تبلیغات و دو سال بعد این ادغام شکل گرفت. یعنی سال 62 فکر کنم سال 62 ادغام شکل گرفت. سال 61 جشنواره کاملا بودی دیگه، جشنواره بین المللی. اولین دوره جشنواره است دیگه. بودی اولین جشنواره. بله دیگه. خط قرمز دیدی؟ بله. مرگی از گرد. همه رو دیدم، چریکه تارا همه رو دیدم. چریکه تارا نبود. مرگی از گرد بود، خط قرمز بود و حاجی واشنگتن. بله، سه تا فیلم بود و سفیر بود و فیلم سفیر بود و اگر فیلم یادم باشه فیلمی از رضا میرلوهی بود، اشوا. 5 تا فیلم بود. بله. فکر کنم مال خسرو سینایی هم بود. نه، سینایی نه. 5 تا. نه اون بعدن تو جشنواره دوم بود، جشنواره اول بود. خب این فیلم ها رو دوست داشتیم ما، همه رو دیدیم. جبهه نگرفتیم. چرا؟ ببین ما اون موقع نسبت به این آدم ها دیگه اون موقع جبهه داشتیم، موضع داشتیم، هم نسبت به بیضایی، هم نسبت به شیمیایی، هم نسبت به آره موضع داشتیم. اما موضعمون واقعا از جنس همین اختلاف سلیقه بود. یعنی من میگفتم با اینا اختلاف سلیقه داریم. میدونی که بعدن کیمیایی ما یک سری جلسات دیگه داشتیم با مدیریت خود آقای کلهر تو همین ساختمونی که مال سازمان تبلیغات بود که آقای کلهر به ما تدریس میکرد ادامه، یعنی ما تدریس اونجا ادامه داشت. تو این جلسات کیمیایی هم میومد، یعنی کلهر دعوتش میکرد بیاد، دعوتش کرد میومد. بعدن سال 62 66 سال 60 سال 60 یعنی سال 60 کیمیایی آمد دفترش، چی گفت برای شما صحبت کرد؟ نه صحبت نشد، یعنی داره احساس میکرد غریب است با جمع. ولی خدا بیامرزه مهدی پور، ناصر مهدی پور خدا بیامرزش. آره اون مثلا با اون بیشتر چیز میکرد، عشق کیمیایی بود.
عشق کیمیایی بود و فیلم مثلا مثل قیصر را میرفت. کیمیایی چیز مهدی پور مدلش این شما اومد از کیمیایی سوال کردین و بودید یادم یه صحبتای کردیم ولی یادم که با هم جوش نخوردیم. جوش نخوردیم. اما دیگه مخالف کاملا مخالف نبودیم. مخالف نبودیم. اتفاقا من خط قرمز رو پسندیدم. خط قرمز من خودم مرگی از گرد چه پسندیدی؟ مرگی از گرد و نه به دلیل اون شعاره ضد اسلامی که توش هست. حاجی واشنگتن چی؟ حاجی واشنگتن احساس میگم داره مسخره میکنه. احساسمون این بود. اون موقع احساس دونیم بود. احساس کنیم داره مثلا حاجی بودن و مسیحی بودن رو مسخره میکنه. خیلی با این فیلم ارتباط نگرفتیم. تو جشنواره جبهه تشکیل ندیدین علی این فیلم ها؟ نه من ما تو این فضا نبودیم. نه اصلا تو من فضای خشن نبودیم. نه بیشتر ما همراهی میکردیم. چون به نوعی مثلا ما مثلا داشتیم کمک هم میکردیم به برگزاری جشنواره به نوعی. چون کسی هنوز خب از تایی سال 61 که دیگه در واقع آقای خاتمی و میشه وزیر ارشاد و در واقع تمام قضایاب میشن آقای انبار میشه معاون سینمایی و فارابی تشکیل میشه شما جبهتون دقیقاً جدا شد دیگه کاملا جدا شد و دیگه تو حوزه هنری بودیم که این مقطع ما البته دیگه تو حوزه هنری هم مخمل باف سیطره داشت که پدر ما رو در آورد اما یه اتفاق خوبی افتاد داشتم راجع به انبار میگفتم اتفاق خوبی افتاد چون بالاخره اون فضای جنگ و دفاع مقدس فضای غالبی بود خیلی رو به سمت خودش میکشید ما اومدیم برای کابل برای عملیات بلفجر یه فیلم مستند بسازیم و خب به طور طبیعی من موقع حوزه هنری بودم هنوز موقع ماهانه میگرفتم اومدم گفتم آقای زما رفتیم جبهه به عنوان بسیج دانشجویی من اینجا بگم دوباره برگشتم دانشگاه مستند ادامه تحصیل ها دیگه دارم دانشگاه باز شده بود دیگه به عنوان دیگه این 60 کی باز شد 61 64 فکر کنم خب نه دیگه الان پس قبل ما بریم تو 62 63 شروع شد خب برنگرد دانشگاه برگردیم تو سال 62 جشن رب داره به بعضی چیزا 63 شروع شد فکر کنم 64 من رفتم دانشگاه ادامه تحصیل خب که اونجا به حساب توی اولین جلساتی که دانشگاه باز شد انجمن اسلامی شروع کرد رأی گیری و شورای مرکزی انتخاب شد تو شورای مرکزی بچه‌ها منم کاندید کردم و من رأی آوردم البته من رأی آخرو داشتم ولی رأی آوردم تو شورای مرکزی کسایی که بودن رئیس شورا همین آقای مشتبه آقای مشتبه هاشمی ثمره شد رئیس انجمن احمدی نژاد طبعا معاونش بود تقریبا و چند تا دیگه هم بودن از جمله دکتر علی احمدی که الان سازمان برنامه بودجه رفته ایشون هم عضو شورای مرکزی بود منم بودم یه جوان دیگه هم بود که اون بعدا شهید شد خلاصا 9 نفر ما عضو انجمن اسلامی علم و سند بودیم و از اونجا بود که من دیگه با احمدی نژاد هم آشنای نزدیک شدیم از اونجا سال 64 64 حالا برمیگردیم 65 آره خواستم بگم 65 بسیج دانشجویی راه افتاد که 6 ماه برین جبهه چون واقعا جبهه خیلی نیاز داشت به نیرو اولین بار بسیج دانشجو اون زمان مطرح شد اسمش اصلا واژه‌اش اون موقع مطرح شد و منم مثل بعضی دیگه کاندید شدیم و باز آقای استناشری هم اونجا حضور داشت و ما رفتیم جبهه. جبهه که رفتیم من گفتن کجا میخوای بیای گفتم ادوات. ادوات یعنی موزه خمپاره اندازی. یعنی برج کوتاه. که خمپاره انداز داره و دیدبان داره. بیشتر فکر میکردم برم دیدبان بشم. یا پای قبضه خمپاره انداز باشم. رفتیم جبهه یو دیدیم ما رو جدا کردن این و. گفتم آقا ما میخوایم ادوات. گفتن نه شما فرهنگی هستید. گفتم به خدا ما نیستیم. بگم این مقطع واقعا من دیگه از کار فرنگی و سینما واقعا زده شده بودم تو خیلی بد برخورد شده بود با من خب برگردیم به همون بد برخورد شده تو سال 62 که جشنواره دوم تشکیل شد و فیلمای جشنواره حالا دست انوار آقای بهشتیه دیگه مخالف آقای انوار بهشتی بودی دیگه مخالف دیدگاهی دیگه به من کمکی نکرد دیگه. بله مخالف نکرد تو حوزه من 3 تا فیلم ساختم 3 تا فیلم داستانی کوتاه ساختم و مستند ساختم چند تا کار کمک کردم در این حال دانشگاه میرفتم درس میخوندم رسید به جایی که توی این بسیج دانشجویی هنوز ارتباطمون با حوزه هنری بود چون میرفتم درس میخوندم حقوق منم نصف کرد حوزه هنری یادم 2500 تومان در حالی که من 2000 تومان اجاره داشتم یعنی به هنوز اجاره نشه خب اینجا دقیقاً 2500 من حقوق میداد 2000 تومان من اجاره داشتم اجاره خونه داشتم حالا کار نداری به هر حال ما جبهه که رفتیم دیگه واقعا رفتم که دیگه اصلا از کل این فضا بکنم و رفتیم اونجا و گفتن شما فرهنگی هستید گفتم آقا من با خدا مهندسی هستیم توی حوزه ادوات می‌خوایم باشیم گفتن نه گفتن شما سابقه کار دارید به جایزه گرفتید فلان باید بیاید بخش فرهنگی
دیگه ما رو بردن بخش فرنگی خاتم الانبیا، قرارگاه خاتم تازه تشکیل شده بود. دیدیم بله آقای اسنشری اونجا چمغدری و سجادپور و اینا بود بیان اینجا. دیگه رفتیم بخش فرهنگی قرارگاه خاتم الانبیا رو اون سال ما راه اندازی کردیم. و کار اصلی بودم خب ساخت فیلم خب چمغدری جان با جریان فیلمایی که تازه از 62 شروع شده بود، هیولای درون، بعد گلهای داوودی، مترسک، نقطه ضعف، بازجوی جنایت، مخالف بودین یا موافق بودین؟ اینا متفاوت بود. آه خب ما مثلا ما یادمه که با هیولای درون آقای خسرو سینایی موافق این نگاه مثبتی داشتیم خب؟, خب ولی مثلا با اون فیلم میرلوهی مشکل داشتیم. کدوم فیلم؟ چه فیلم؟ شیلات میگی تو؟ چی بود؟ اسم فیلمش یادتونه شما؟ شیلات یا اشباه؟ اشباه. خب با اشباه مشکل داشتیم. خب شیلات اتفاقا فیلم خوبی بود. خب که داوود رشیدی هم بازی کرده بود. خوب. با گل‌های داوودی نظر. ما طیف گل‌های داوودی و مترسک رو می‌گفتیم این اینو انوار علم کرده که سینمای انقلاب رو بزنه. یعنی این ملودرام رو فکر کردین علم داره. کرده که فکر نکردیم به نظر واقعا همین کاری کرد. اینا رو علم کرد که سینمای انقلاب رو بزنه. شما ببینید مثلا فیلم دولتو مال آقای رحیم پور سال 63 اومد تو جشنواره و فیلم خوش ساختی بود در زمان خودش. موضوعش هم موضوع قشنگی بود، جدید بود. همه هم فکر می‌کردن این فیلم برنده میشه. اما فیلم مترسک برنده شد. بازیگری بیان بشینن یه بار دیگه. یعنی شما اصلا جریان گل‌های داوودی و جریان مترسک رو یه جریان ملودرام انحرافی می‌دونستین؟ می‌گفتیم علم کردنش در مقابل سینمای انقلاب انحرافه. سینمای انقلاب منظورتون چیه؟ مثلا مثل فیلم دولتو. این هر چیزی که به موضوعات سیشت بلخب داشت توی کردستان داشت توی چپه ها اتفاقاتی میفتاد. مثلا شما داستان دولتو واقعا داستان عجیبی است. بخیر کردستان اصلا شما ملیگرام که باشی مگه نمیخواستن کردستان از ایران جدا کنن؟ واقعا میخواستن جدا کنن. یه عده رفتن مقاومت کردن تو شکلهای مختلف. حالا از بچهای رزمنده که به عنوان نظامی اصلا ساختار فنی براتون مهم نبود، مهم موضوع و محتوا. خب بالاخره به نظرم این کارهایی که میگم خوب در اومده. مثلا دولتو واقعا تو ساختار داستانی و نمایشیش هم خوب در اومده. بازیگر خوبی هم توش بوده. فیلم جا افتاد. فیلمای ضعیف هم ساخته شد در کنارش. یعنی پس معتقد بودی اون جریان ملودرام که داره تش میده تحت تاثیر قرار میده جریان انقلابی رو و جریان انقلابی نمیتونه رو اصلا کنه. گفتیم سیاست آقای انوار بهشتی اینه که این اتفاق بیفته. کما اینکه اینا بعداً هم گفتن که مثلا ما راجع به انقلاب راجع به جنگ نباید فیلم بسازیم، بعدها باید بسازیم. مثلا این تزو داشتن. لذا مثلا در جشنواره 63 گفتم مثلا بهترین فیلم باید دولتو میشد، دولتو میشد، اما چی شد؟ مترسک شد. خب مترسک یه فیلم اجتماعی است که در هر مقطع زمانی میشه نشون داد. خب سال 64 که حالا تنور دیو میاد با اونا مشکل داشتیم. با اونا نه زیاد. آگه با کیانوش با نوع فیلمایی که علی دید من که یه مقدار نگاه هنری داشتن. آها. به نظر من قابل تحمل تر بودن از اون مثلا خانه دوست کجاست آقای من خیلی خوشم اومد تو خیلی خوشم اومد من اولین فیلمی که از آقای کیارستمی دیدم فیلم اون الباز اسم فیلم یادم رفته فیلمی که یه پیرمردی هست سمعک داره که میگن همسرایان میگن همسرایان مثلا اون فیلم کوتاه بود بله بله مثلا از این فیلم خیلی خوشم اومد زمین که از فیلم‌های قبلی آقای کیارستمی هم مثل اون فیلمی که بچه که میاد استادیوم چی بود باز یادم رفته مسافر ما کرونا میدونی که من در حافظه آدم اثر میذاره کاملا درسته چون آقای موسوی هم همین رو گفت حافظه من اثر گذاشته کرونا به هر حال اون فیلم آقای کیارستمی که بچه مسافر میاد. مسافر خب خیلی فیلم جالب بود حتی یادمه این فیلمو پدرم قبل از انقلاب کجا دیده بود یه بار تعریفش میکرد شما هم گروهی بودین که نامه نوشتین علیه اجاره نشین ها با آقای انوار نه شما نه مخالف شدید اجاره نشین ما گفتیم اجاره نشین ها یه فیلم نمادینه راجع به انقلاب داره انقلاب رو تحلیل میکنه و میگه نهایتاً با فریاد و هنرمند این انقلاب فرو میریزه تحلیل داشتیم اما نه جمعتون بیانیه ندادیم ما گفتیم نباید زیاد سر صدا کرد چون مردم دارن به عنوان فیلم کمدی نگاش میکنن ولی بیانیه ندادیم مخالف چون آقای میدونم که آقای مخمل رو مخالفه بلد. در واقع چیز ببین ما گفتیم چون فیلم کمدیه مردم به عنوان فیلم کمدی دارن نگاش میکنن بی خودی ما مطرح نکنید اما بدونیم که این فیلم نمادینه و داره کاملا معتقد بودیم فیلم نمادینه و سیاسی انقلاب. بله گفتید هنوزم معتقدیم بله هنوزم معتقدم هنوزم این اعتقاد داره که اون فیلم نمادینه و سیاسیه بله سیاسی و تقریبا داره... انقلاب رو یه جور دیگه نگاه بله داره. اون مستجرا دقیقه ماها بودیم و اون هنرمندی که اون بالا قرار میگیره اون میزنه همه رو ناخدا خورشید چی نظرتون شده نه فیلم خوبی بود اون فیلم خوب میدونستیم
یعنی در واقع اینطوری بود که اون فیلم خوب بود. اساسا خود آقای چیزم همینطور، آقای تقوایی به نظرم بوده فیلمسازه خوبیه. من در دوره مسئولیتم با تقوایی صحبت کردم که بیاد یه فیلم بسازه. بعد دیدم که یه مشکلی وجود داره به اسم فیلم قبلی که با حاج میری کار کرده. بله میدونستم. چای تلخ میگید. چای تلخ. با حاج میری رو خواستم بیاد، باهاش صحبت کردم. آقای حاج میری یک موانعی رو مطرح کرد که به حقم داشت، که گفت باید اینا به من برگرده تا ایشون بتونه فیلم بسازه از نظر حقوقی. بعد با خود تقوایی دوباره طرح موضوع کردم. خود تقوایی گفت نه دیگه بذارید پس من فیلم نسازم و فلان و نمیخوام بسازم و حوصله ندارم و بالاخره نشد. حالا برای اینکه سوالان روشن بشه، موازه روشن بشه، شما اون موقع با انوار بهشتی که امکان میدادن به مهرجویی و بیضایی و اینا فیلم بسازن کاملا مخالف بودید؟ ما گفتیم اینجور که دارن حمایت میکنه این کار غلطه و بچه های انقلاب رو رها کردن. یعنی معتقد بودین حمایت نکنن یا معتقد بودین؟ نه، ما گفتیم که این ورا چرا رها کردن، نگفتیم چرا اونا رو حمایت کردیم، چرا این ورا رها کردین. و بعد اینجا آقای محسوس شاهی یه نقش واسطه ایفا کرد که ما یه جلساتی داشتیم که خود آقای بهشتی خیلی همت میکرد این جلسات رو برگزار میکرد که اصلا ما حرفمون چیه، حرف اون چیه. اونجا جلسات چند تا جلسه بود، فکر کنم 4-5 تا جلسه گذاشته شد با محوریت آقای مسعود شاهی که مثلا یه جوری همگرایی ایجاد شد که نشد. اتفاقا کیا بودن تو جلسه غیر از آقای بهشتی؟ از اون طرف حقیقتش خیلی یادم نیست، یادم میدونم بچهای ما بیشتر بودن. بچه شما و آقای بهشتی میشه حالا شورجه تو بله، سجاد پور، سلحشور و دیگه آقای طالب زاده هم مثلا اضافه شده بود. دستور ملا قلیپور هم اضافه شده بود، چون یادمه. بله دیگه اینا هم اضافه میشدن. بعد آقای مثلا بهشتی تزایش رو مطرح میکرد که ما مثلا آقای رحیم پور هم یادمه بود تو جلسات، آقای هور بود که اینا خیلی حرف هم میزنن صحبت کردن تو جلسه. خب همونجا این افتراق باز بیشتر هم شد. نهایتا ما پذیرفتیم شد دیگه. نهایتا پذیرفت، یعنی جمع‌بندی جلسه این شد که خیلی خوب، حالا شما فکر کنین کارهایی که خوبه با محوریت آقای مسعودی برین انجام بدین، ما حمایتتون میکنیم. رفتیم دوباره جمع‌بندی بود. خب یه اتفاق هم افتاد و بعداً فیلم سینمایی ساخته شد که در بربال فرشتگان تو ساختی؟ نه دیگه، بربال من قبلاً، بربال رو من بعداً ساختم. بعداً سال 70 تو این مقطع که سال 64 و 65 این اتفاق افتاد که اینا پذیرفتن که به حساب سینما تجربی بیاد با همون نگاهی که ما داریم دیگه اونم دخالت نکنن، با محوریت آقای مسعود شاهی این کارا حمایت بشه بره جلو. که دیگه توش چی در اومد؟ پرواز در شب بود، فیلم آقای آخرین پرواز آقای درویش بود که بعدن دیگه کم دیر دیگه همین سال دیگه ادامه همون جریان دیگه. بله بچه دیگه یه فیلم اینجا ساخته، حالا باز همش یادم نیست. خب آقای شمقداری، ما مرحله اول مصاحبهمون رو تا این نقطه تموم میکنیم. الان تقریبا ما 2 ساعت خورده صحبت کردیم و میذاریم برای جلسه بعدی، چون من فکر کنم 3 جلسه طول میکشه. خیلی متشکرم. من یه توضیح هم بدم، من یک اشتباهی کردم در اول راجع به فیلم آقای چاپلین. عصر جدید در سینما مولان روژ نمایش داشته، صامت بوده. فیلم دیکتاتور بزرگ که در سینمای مولان روژ در سال 35 نمایش داده شده، سید ناطق بوده که آقای مجید محسنی به جای آقای چاپلین صحبت کرده. یعنی ما آثار چاپلین رو در دهه 30 داشتیم، بعدا دیگه آثار چاپلین نمایش داده نشده تا همون سالی که شما ممنون میشه دیگه باقید. ممنون میشه تا همون سالی که فکر کنم 55 سالی که شما 55 دیگه نمیشه. خیلی متشکرم برای جلسه اول. ایشالله در جلسه دوم بتونیم بقیه رو ادامه بدیم برسیم. متشکرم. مرسی. از بینندگان عزیزم که تا این لحظه بیننده ما بودن متشکرم. شب بخیر.